مبادله دغدغه‌ای به قدمت تمام تاریخ، دغدغه‌ای جهانی که توسعه ابزار اون همواره نقطه عطفی در تمدن بشری بوده. گذر از کالا به پول و بلوغ ساختار پولی پایان ماجرای پاسخ به دغدغه همیشگی بشر نبود. رمزارزها مسیر جدیدی را آغاز کردند. مسیر برای گذر از مرزهای جغرافیایی. مسیری برای خلق ثروت. مسیر برای تمدن جدید. در مسیر پیش رو، نوبیتکس همراه شماست. اعتماد نزدیک به 4 میلیون ایرانی بزرگترین سرمایه ماست. نوبیتکس با 4 نفر شروع به کار کرد، دانش بنیان شد و 4 سال بعد، کمی بعد از تولد 4 سالگی، به 260 نفر رسید. 31 عدد عنوان شغلی و 45% از کارکنان نوبیتکس خانوم هستند. میانگین سنی نوبیتکس 27 ساله، واحد پشتیبانی 55% و واحد فنی 36% از نوبیتکس رو تشکیل میدن. 16% از کارکنان نوبیتکس به صورت حضوری، 49% دورکاری و 36% به صورت ترکیبی فعالیت میکنند. نوبیتکس بزرگترین پلتفرم مبادله رمز ارز در ایران. به نام خدا، من هم معرفی کردم، بهاری فرد هستم، از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پس دکترای ارشد پژوهشکده علوم کامپیوتر این پژوهشگاه هستم و امروز می‌خوام در مورد شبکه‌های اسپنر یا به فارسیش ترجمه میشه پوشاننده و کاربردهای اون رو توضیح بدم خدمتتون. با توجه به اینکه در واقع ما الان یه ورکشاپ رو در پیش رو داریم، من سعی کردم که بیشتر مباحث اولیه‌ای که نیاز هستش که این مبحث رو شما در موردش بدونید رو آماده کردم و تا یه حدی یه پیش زمینه خاصی نیاز نیست برای اینکه بتونید این کنفرانس رو دنبال بکنید، و اگر که با گراف و حالا یه سری دیگه تعریف‌های اولیه گراف و خصوصیاتش آشنا باشید، به راحتی میتونید این ورکشاپ رو دنبال بکنید. البته خب ورکشاپ توی بحث تئوری و الگوریتم یه جورایی خیلی تفاوت چندانی با وبینار نخواهد داشت، ولی من سعی کردم تو 2 قسمت این ارائه رو خدمتتون داشته باشم. میتونم این رو به اسلاید بله این دو درست ببخشید یکم تابان رو آشنا شدم. خب من میخوام توی این ارائه اول در مورد حالا شبکه ها صحبت میکنم که خب حتما باش آشنا هستید، و بعد میام یه سری اسپنرها رو براتون معرفی میکنم که اسپنرها یک نوع شبکه هستن که حالا میخوایم چند دسته از اسپنرها رو که چجوری ساخته میشن رو در موردش صحبت بکنیم، و الگوریتمی که داده میشه که این اسپنر با خاصیتی که حالا بعدا تعریف میکنم که چی هست رو در موردش بحث خواهیم کرد. این اولا میشه قسمت اول ارائه‌مون. قسمت دوم مربوط میشه به کاربردهای این شبکه ها، که این کاربردهای شبکه رو چند تا کاربرد اولیه که حالا چندین ساله که ازش داره استفاده میشه اونو توضیح میدم، و بعد 3 تا مسئله تعریف میکنم
که توی این سه تا مسئله مسئله‌ای هستن که خودم روشون کار کردم و نتیجه رو به دست آوردم و حالا مقالاتش چاپ شده، ولی میخوام که این سه تا مسئله رو مثل این حساب بکنید که مثلا اگر که به شما یه تمرینی داده بشه، شما اولین فکری که با توجه به این پیش زمین‌هایی که به دست آوردید، تمرینی که برای حل این سه تا مسئله بهتون داده میشه رو، روشی که به نظرتون میاد چی هستش، یعنی حتما خودتون هم دنبالش بکنید و میبینید که میتونیم با چیکای کوچولو کوچولو و الگوریتم های ساده یه سری مسائلی که واقعا شاید مسائل پیچیده باشن و اوپن باشن رو حل بکنید. اول در مورد شبکه ها میخوایم صحبت بکنیم. مسلما با شبکه آشنا هستی، شبکه یه جوری همون گرافه، فقط میتونه حالا مدل های مختلفی داشته باشه دیگه. مثلا ما یه شبکه فیزیکی داشته باشیم که شامل شبکه راه آهن باشه، شبکه مربوط به مترو باشه، با خطوط ریلی باشه، همه اینا میتونن به عنوان یه شبکه شناخته بشن. و عملا شما مثلا اگر که دارید برای یک شهری شبکه رو در نظر میگیرید، تمام مناطقش رو میتونید نودهای اون شبکه در نظر بگیرید و مسیرهایی که بینشون به وجود اومده ایجاد کردن رو به عنوان یالها حساب بکنید و یه شبکه رو بسازید. یا مثلا همه شبکه مترو میتونه ایستگاه ها نود هاتون باشه و یال ها هم همون خطوطی باشه که بین هر دوتا ایستگاهی، حالا اگه وجود داره، یال خواهیم داشت، تغییر این صورت که خب یال نداره. علاوه بر این شبکه های فیزیکی، مسلما ما یه سری شبکه های که ماهیتشون یال هاشون واقعا به صورت فیزیکی نیستن هم باهاشون سر و کار داریم و خودتون هم آشنا هستید باهاش. به عنوان مثال شبکه های وایرلس که وجود داره یا شبکه هایی که برای آنتن دهی بین مثلا موبایلامون که داریم حرکت میکنیم، یکی یه طرف ایستاده، یکی یه شهر دیگه وایساده، برای اینکه حالا این ارتباطه به وجود بیاد، بالاخره باید یه شبکه مخابراتی وجود داشته باشه که بتونیم این ارتباط رو داشته باشیم. یا شبکه های ادهاک بالاخره میتونه هم فیزیکی و هم غیر فیزیکی یک نوع شبکه محسوب بشه. یه مقدار حالا پیچیده تر یا بزرگتر اگه بخوایم شبکه ها رو در نظر بگیریم، میتونیم شبکه های اجتماعی رو هم به عنوان شبکه های بزرگ را لارج نتورک ها داشته باشیم که این شبکه ها از همون پلتفرم هایی که میشناسیم، مثلا فیسبوک یا توییتر، اینا اگر یوزر ها رو فرضاً به عنوان نود در نظر بگیریم، میتونیم ارتباطات فالوینگ و فالوور اینا رو به عنوان یال داشته باشیم. یا شبکه های همکاری که وجود داره، مثلا به عنوان مثال من توی یه دانشگاه دارم یه فعالیتی میکنم و با یه سری افراد دارم همکاری علمی میکنم، یه فرد دیگه هم داره با یه سری افراد دیگه همکاری علمی میکنه و ما در نهایت یه سری مثلا پیپری رو منتشر میکنیم، خب همه اینا میتونه این شبکه های همکاری رو هم به وجود بیاره. پس ما میتونیم با انواع مختلف شبکه هایی که نودهاشون از یه نوع تایپ هستن، یه نوع هستن، روبرو بشیم. این شبکه‌ای که الان تا الان گفتم همشون نودهاشون و نوع یالهاشون یکسان بود دیگه، مثلا یا همه یوزر بودن، همه مثلا از نوع ارتباط بین یوزرها بودن، یا همه مثلا از نوع نقاط ریلی و مثلا اینجور چیزا بودن. یه ذره پیچیده تر اگه بخوایم شبکه ها رو تعریف بکنیم، بهش میگن شبکه های ناهمگن یا هترجنیوس نتورک ها، که اینو فقط الان دارم میگم که یه دید کلی نسبت به شبکه ها داشته باشید و عملا توی این مسائلی که میخوام حل بکنم این شبکه نخواهد بود، ولی جزء مسائلی که خودمون الان داریم حل میکنیم و مسائل بازی که درش وجود داره که داریم روش فکر میکنیم، روی این شبکه های پیچیده تر هستش. فقط میخوام اینو بگم که اگه تو هر مرحلهی که پیش رفتیم میتونید حتی به این نوع شبکه ها فکر بکنید. این نوع شبکه ها چه نوع شبکه هایی هست؟ به این صورتی که شما نوع نودهاتون و نوع یالهاتون میتونه متفاوت باشه. یعنی مثلا من بیام شبکه‌ای که مربوط به انتشار مقالات هست رو در نظر بگیرم، اگه سایت DBLP رو دیده باشید که مقالات کامپیوتر ساینس رو توش قرار میده، ببینید که مثلا به ازای هر پیپری، مثلا اینا رو اگه به عنوان پیپر در نظر بگیرید، این نودا رو به ازای هر پیپری شما یه سری کیورد هم مثلا میتونید توی اطلاعاتش ببینید، مثلا اینا کیورداش باشه
که به اونا اختصاص داره، بیلانگ تو مثلا این پیپر هستش، این بی ام منظورم این بوده، یا اینکه مثلا این پیپره توی کدوم کنفرانس منتشر شده، کدوم ونیوی پابلیش شده، این میتونه یه نود باشه، یا اینکه آترش کی بوده، کی اصلا اینو نوشته. مثلا اینجا یه پیپر وجود داره که هم آترش این آتر شماره 1 هم آتر شماره 2 و اونایی که اینا رو رایت کردن، در واقع مثلا این رایت کردن و این پیپر رو نوشتن رو میتونیم بهش ارتباط بدیم. یا اینکه مثلا اینجایی که دقت کرده باشید یه یال دیگه هم وجود داره که مثلا این سایت زده، این پیپر به اون یکی پیپر سایت زده. خب این دیتا ستی که من داشتم، دیتا ست مثلا دی بی ال پی که داشتم، دیتا ست خیلی پیچیده‌ای بود. پس من باید این رو اگر میخوام روش مثلا یه سری کارهای خاص انجام بدم، فرض مثلا کلاسترینگ انجام بدم، نود کلاسیفیکیشن انجام بدم که بیام پیپرهای شبیه هم رو دسته‌بندی بکنم، باید بیام یه ساختار گرافی براش بسازم که حالا این ساختار گرافی که بهش ساخته میشه رو بهش میگن هترجنیوس نتورک ها. پس یه حالت خیلی کلی تر از همه شبکه هایی بود که تا الان توضیح دادم. خب پس ما تا الان با یه سری شبکه کلان فقط تعریف و اینا آشنا شدیم، ولی اینکه کلان برای این شبکه ها میشه چی کار کرد، هدف اینکه حالا من یه شبکه داشته باشم چی کارش کنم حالا که به درد من بخوره، باید یه سری معیارها رو توشون در نظر گرفت تا مثلا مسئلمون تعریف بشه دیگه. یعنی مثلا من میخوام یه شبکه داشته باشم که این معیار رو داشته باشه که اون برای هدف من، برای اون کاربردی که من دارم مفیده. خب این معیارا معمولا چیا میتونه باشه؟ یه معیار خیلی مهم توی شبکه ها برای اینکه بتونیم راحت بررسیشون بکنیم اینه که سایزشون یا تعداد یال هاشون چقدر باشه. که خب چیز خوب اینه که اوی ان باشه دیگه. یعنی شما اگه تعداد نود هاتون ان تاه، یال هاتون از اردر خطی باشه که دیگه خیلی دنس نباشه، توی یه سری عملیاتی که میخواین انجام بدین خیلی زمانگیر براتون نباشه. خب پس سایز میتونه خیلی مهم باشه، وزن میتونه خیلی مهم باشه. وزن یعنی چی؟ منظورم از وزن اینه که مجموع تمام یاله ها، اگه یاله هاتون وزن دار هستش، مثلا فرض کنید فاصله اقدسی دو تا نود وزنش باشه، میتونه متریکای دیگه ای هم باشه ها، مثلا به طور مثال گفتم اگر فاصلهشون رو در نظر بگیریم وزن تمام یال ها میشه وزن شبکه‌مون. یا میتونه درجه باشه، منظور از درجه خب میدونید دیگه ماکسیمم درجه ای که بین همه روز وجود داره، یا قطرش باشه، قطرش هم الان قطر یک گراف میشه فاصله اون بزرگترین مسیری که بین دوتا نود وجود داره، یعنی بین هر دوتا نودی مسیر کوتاهش رو در نظر بگیریم و بزرگترینی که وجود داره اما بعداً میشه قطر شبکه‌مون. یا اینکه شبکه‌مون آیا مسطح هست یا نیست. تو خیلی از اپلیکیشن‌ها نیازه که حتما شبکه‌مون مسطح باشه، مثلا برای ویزیبیلیتی، یعنی شما مثلا یه ناحیه‌ای رو پوشش بدی باید مسطح باشه بهتر کار میکنه. یا اینکه آیا برای هدف خاصی احتیاج داری که یه سری نقاط اشتاینر یا نقاط اختیاری وارد شبکت بکنی؟ مثلا داری یه نتورکی میسازی، از شبکه های وایرلس میسازی، حالا میبینی که یه آنتن کم دارم، پس من برای اینکه مثلا ارتباط و همپوشانی کل محیطت برقرار باشه باید که مثلا یه سری نقاط رو اضافه بکنی. یا کانکتیویتی که دیگه حتما باهاش آشنا هستید که حتما شبکه همبند باشه، این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو خیلی از کاربردها. و استرچ فاکتور، استرچ فاکتور عملا همون چیزیه که ما رو به اسپنر میرسونه. استرچ فاکتور چیه؟ استرچ فاکتور تعریفش این صورته که شما به ازای هر دوتا رأسی که توی شبکتون دارید ببینید که اگر شبکتون رو گراف کامل در نظر نگرفتید و یه سری یال ها رو ندارید، مسیری که بین اون دوتا نقطه یا رأس وجود داره چند برابر کوتاه ترین مسیریه که وجود داشته قبلا. مثلا وجود داشته قبلا منظورم گراف کامل دیگه، مثلا گراف کامل فاصله اقدسی شه، من میخوام ببینم حالا الان یه زیرگرافی از گراف اقدسی در نظر گرفتم، میخوام ببینم که بین به ازای دوتا نقطه مسیری که کوتاه ترین مسیری که وجود داره چند برابر بدتر از کوتاه ترین مسیره. که این هرچی کمتر بدتر باشه خب خوبه دیگه. به اون ضریبه میگن ضریبه استرچ فاکتور یا ضریبه کشش یا دایلیشن هم بهش
گفته میشه. حالا اینو من جلوتر کاملا رو شکلم توضیح میدم. فقط یه معیار دیگه هم بگم که توی مثال‌هامون بهش برمیخوریم، اینه که شما شبکتون فالت تولرنس باشه یا اینکه میشه مقاوم به خطا، یعنی که مثلا یه زیر مجموعه ای از نودها یا رأسها رو اگه از تو شبکتون حذف کنید، خاصیتی که دلتون میخواست داشته باشین همچنان وجود داشته باشه. مثلا دلتون میخواست همبند باشه، وقتی که اینا رو حذف کردید، یه زیر مجموعه مثلا کاتاییش رو حذف کردید، همچنان همبند باقی مونده. اگه که تو خاطرتون باشه یه جورایی میتونیم بگیم که کاهمبندی، اینو کاهمبندی رأسی مثلا یه جوری میشه فالتورنس رأسی، کاهمبندی یالی میشه فالتورنس یالی، ولی خب مجموعه این دوتا هم هستش که هم یال هست چه هم رأس. که من یه ذره دارم توضیح حالا زیاد میدم چون احتمالا مخاطبینمون بیشتر بچه های لیسانس باشن، گفتم که مفاهیم بیشتر آشنا بشن. خب پس ما تا الان یه سری معیارها در نظر گرفتیم که یه شبکه میتونه برای خودش به عنوان یه هدفش در نظر بگیره دیگه، که من بخوام به یه هدف که مسئله من هست برسم. خب حالا گفتیم استرچ فاکتوره اون چیزی هستش که اولا مفهوم اسپنر رو برای ما میسازه. مفهوم اسپنر به این صورته یا همون تعریفش، همونجور که توی شاید قبل هم گفتم، شما میبینید به ازای هر دوتا رأس یو و وی میبینید مسیری که الان توی گراف جی وجود داره، مثلا این قرمز الان وجود داره، کوتاه‌ترین مسیری که توی گراف جی وجود داره فرضاً این قرمز بوده، چند برابر فاصله اقدودوسی بین یو تا وی هست. چرا فاصله اقدودوسی میگیرم؟ چون دارم فرض میکنم زیر گراف این جیه، این جی که من دارم در نظر میگیرم زیر گراف گراف کامله، این هیچ محدودیتی نداره، ساده ترین حالتشه که دارم میگم. ولی خب زیر گرافتون میتونه گراف های مختلف باشه، مثلا میتونه گراف کابخشی باشه، گراف یونیتیس گراف باشه، یا میتونه حالا حالت های خاصتری از گراف ها رو هم داشته باشیم دیگه، الان به اون نمیپردازیم. ولی میخوام بگم که الان من به خاطر چی میگم فاصله اقدسی، به خاطر این که فرض میکنم گراف کامل گراف اصلیم بوده و من یه زیر گرافی ازش برداشتم، میخوام ببینم این زیر گرافه چقدر خوبه. اینجوری خیلی بخوام ساده بگم، حالا این زیر گراف نسبت به اون گراف قبلیه چقدر خوبه. پس میام به ازای هر دوتا رأسی این کوتاه‌ترین مسیره رو پیدا میکنم و در نهایت مثلا x برای x1 برای دوتا رأس به دست میاد، کوتاه‌ترین مسیر x2 x3 اینا مثلا یه سری عددن به دست میاد. مسیرش هم میتونه هم وزدار باشه هم بیوز، هم میتونه تعداد یال ها باشه، اینا همه نوع اسپنر رو به وجود میاره. و بعد مثلا x1 تا xl تا عدد دارم که این فاصله ها رو به من میگه و در نهایت ماکسیموم اینا میشه همون ضریب کشش من، یعنی که دیگه مطمئنم هر دوتا رأسی که وجود دارن اوضاعشون بدتر از این ماکسیموم نیست. یعنی مثلا اگه ضریب من دو به دست بیاد، میدونم که تمام نقاطی که اینجا وجود دارن کوتاه‌ترین مسیری که بینشون وجود داره حد اکثر دو برابر فاصله اقدودوسیشونه، بیشتر از دو نیستش. خب اینجا به عنوان مثال یه دونه گراف رو ببینید، گرافی که این سمت هستش، سمت راست هستش، اما یه گراف کامله، من میخوام از روش یک به اضافه اپسیلون اسپن بسازم و همینطور که الان دارید روی شکل میبینید داریم تقریب میزنیم گراف کاملو. این بحث اسپنرها یه جورایی میتونیم بگیم توی بحث سی جی هم کامپیوتیشنال جیومتری هندسه محاسباتی قرار داره، توی بحث الگوریتم‌های تقریبی هم قرار داره. یعنی چون شما دارید توی فضای هندسی، البته فعلا حالا ما ازتون مسائل جلوتر اون اصلا فضای هندسی نداری، توی یک فضای خاصی حالا با یک متریکی شما دارید یک تقریبی میزنید از گرافتون، که خب میتونه خیلی مفید باشه براتون دیگه، برای خیلی از کارا که مخصوصا زمان اجراتون رو برای یه سری اهداف کم میکنه. خب الان اینجا هم مثلا به عنوان یک مثال اومدیم یک زیر گرافی رو در نظر گرفتیم که این یک به اضافه اپسیلون اسپنر، یعنی اون ضریب کشششش یک به اضافه اپسیلون هستش و داره این گراف رو تقریب میزنه. پس به ازای هر دو تا نقطه‌ای مسیری که اینجا وجود داره حد اکثر یک به اضافه اپسیلون برابر کوتاه‌ترین مسیری بوده که توی این گراف کامله، پس کوتاه‌ترین مسیری که فاصله اقدودوسی هستش. اپسیلون هم دلخواه دیگه، الان مثلا من میگم میخوام با یک اپسیلون ورودی یک ای که به اضافه اپسیلون اسپنر بسازم،
حالا روشش رو جلوتر میگیم که چجوری میتونم این کار رو انجام بدم. خب یه مثال فیزیک تو هم ببینید. اینجا مثلا اگر که فرض کنیم که شهرهای آمریکا رو برای هر کدومشون یه نود در نظر گرفتیم و یالها رو حالا ارتباط بین شهرها رو قرار دادیم و اومدیم از روش یک ده اسپنر ساختیم، یعنی اومدیم خیلی از یالها رو تا حدی حذف کردیم و خیلی شرایط رو بد کردیم دیگه، یعنی هر دو تا رأسی که قبلا به هم با یه فاصله میرسیدن الان با ده برابر دیرتر به هم میرسن. و حالا اگر که همینطور کم بکنیم چیزو استرس فاکتورمون رو کم بکنیم، ببینیم که خب گرافمون داره دنس‌تر میشه و خب دقیق تر هم هست دیگه، یعنی داره گراف کامل رو با دقت بیشتری مثلا من تقریب میزنه چون ضریب کششش عدد کوچکتری هستش. مثلا اینجا سه اسپنره میبینیم که شلوغتر شده، دو اسپنره توی اسلاید و توی اسلاید آخرم یک و نیم اسپنره. یعنی الان مثلا اینجا به ازای شهرها 50% اینا از هم فاصله مستقیم ندارن دیگه، مثلا پس باید یه جوری دور بزنن تا بتونن به مقصدشون برسن. این داریم یه جورایی به جای راه مستقیم از مسیرهای دوری استفاده میکنیم. خب پس الان چیزی که واضحه اینه که تی که من دارم، تی منظورم اون استرچ فاکتوری که هستش، بزرگتر از یکه. یک اسپنر که خب همون گراف کامل میشه، وقتی که بزرگتر از یک باشه هرچی از یک دورتر بشه من دارم به تقریب نادقیق تری میرسم و به تبعش خب دارم گراف خلوت تری هم تحویل میگیرم. حالا ما الان تعریف اسپنر رو عملا گفتیم و الان هدفمون اینه که بگیم چجوری حالا میخوام میتونم بیام اسپنرهای خوبی بسازم. اینکه یک اسپنر کلن مثلا خیلی اسپارس باشه که خب به درد نمیخوره، ممکنه خیلی ضریب فاکتورش بالا بره، ضریب کششش بالا بره و همچنین این که ممکنه که اصلا تا یه حدی هر چند ما اینا رو کم بکنیم کانکتیویتیش رو دست بده که اینو نباید دیگه ادامه بدیم، چون که ما بالاخره میخوایم بین هر دو راست یک مسیر وجود داره، اونجوری مسیر بی‌نهایت میشه وقتی که اصلا دیسکانکت میشن، پس همواره باید کانکتیویتی رو هم داشته باشیم. با این توضیحی که دادم، اولا ما میخوایم توی این الگوریتم هایی که در ادامه میبینیم برای ساخت اسپنر روی یه سری نود هایی که روی یه صفحه داده شده، فعلا هندسی داریم فکر میکنیم، یه مجموعه نود وی وجود داره و یه تی که اون استرچ فاکتوره، میخوایم با این بیایم یه اسپنر بسازیم که تی اسپنر باشه و یه سری خواص رو داشته باشه. خواصی که مورد بررسی قرار میدن همونطور که اولش هم گفتم، یکیش میتونه سایز باشه، یعنی تعداد یال ها باشه که خب توی اسپنر ها کلا اوی ان بودن خوبه، تغییر این ساعت خیلی مثلا کار جالبی نیستش اگه اوی این نباشه. و اینکه وزنش چی باشه، وزنش وقتی که میخوام بیان معیار وزن رو توی این گراف ها در نظر بگیرن مقایسه میکنن با مینیمم اسپنینگ تری، درخت پوش های کمینه. اگر که میدونید MST عملا داره چی رو به ما میده، داره درختی رو میده که همه نقاط رو مثلا به ازای همه نقاط ورودی، یک درختی رو به ما میده که از همه نقاط عبور میکنه، یعنی شامل همه نقاط هست، پوشانندگی رو داره، همه نقاط جزء روسش هستش، ولی خب نوع درخت هم هست دیگه و وزنش هم مینیمومه که خب حالا توی درس‌ها اگه حتما خوندید کروسکال و پرایم و اینا میتونن بیان MST رو برای ما بسازن. خب پس ما وزن این زیرگرافه برامون مهمه که قابل مقایسه با MST باشه. این رو همیشه برای ساخت اسپنرها، مثلا اسپنر یکی یه الگوریتمی میده میگه خب من ثابت کردم این اسپنره، ولی خب بالاخره باید اگر میخوای که یه جورایی کوالیتیشو بررسی بکنی باید وزنش رو هم بررسی بکنی، یا حتی درجه هم خیلی مهمه که شما ماکسیموم درجهی که داشته باشید چی هستش و همچنین قطر. ولی خب الان حتما خودتونم به این نتیجه رسیدید ما نمیتونیم همه اینا رو با هم داشته باشیم، منظورم از
همه اینا رو با هم داشته اینه که هرشون رو بهترین حالت داشته باشیم. یعنی من مثلا نمیتونم بگم که من درجه رو ثابت میگیرم، یعنی او ای ان نباشه ماکسیموم درجه، ولی قطرم هم ثابت باشه. این امکان پذیر نیست. خب مثلا ثابت میشه، مثلا نقضایی براش وجود داره که شما درجه رو ثابت نمیتونی بگیری. اگه درجه رو ثابت بگیری دیگه قطرت هم ثابت نمیشه. اگه درجه رو ثابت او ای ان بگیری میتونی قطر مثلا محدود داشته باشی، ولی اگه درجه رو ثابت بگیری قطرت هم بزرگ میشه. یا مثلا به همین ترتیب ارتباط هر کدوم از اینها که ممکنه که مثلا شما یه تعداد رأس یا آلهاتون رو یه ان بکنید ولی خب نتونید به درجه مناسب برسید یا به دیگری یا به ببخشید قطر مناسب برسید. و یه جورای ترید آف بین اینا هستش که میتونه یه جواب خوب یا الگوریتم خوب برای ساخت اسپنر به ما بده. الان من میخوام در مورد 4 تا الگوریتم اولیهی که وجود داشته تاریخاش هم اگه نگاه بکنید، خب اصلا اولین سالهایی که در واقع اسپنرها به وجود اومدن سال 1986 اولین باری بود که مفهوم اسپنر بیان شد و حالا به دنبالش خب بالاخره یه سری کار هم تو همون دوره زمانی انجام شد که 4 تا از اولین الگوریتم ها رو میگم. ولی خب اینجور نیستش که اینا متوقف شده باشه و تا الان دیگه روشون کار نشده باشه. همه اینا اکستند شده، روشون به شدت کار شده و انواع مختلفش رو در نظر گرفتن که حالا جلوتر که توضیح بدم متوجه میشید که منظورم از انواع چیه. یا مسائل مختلفی رو روش بررسی کردن، مثلا مسائل مسیریابی رو یا مسائلی که شما دیگه فقط گراف خاص نداشته باشید، گرافی داشته باشید که یه سری کانسترینت هم داشته باشه، موانع داشته باشه و به همین اینجا ختم نشده. و میگم همین الان هم اگر که توی مقالات سرچ بکنید مقالات بروزی وجود داره که روی اسپنرها داره کار میشه. خب گراف اولی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم این گراف دلونی هستش که یک نوع مثلث بندیه. مثلث بندی دلونی به این صورت تعریف میشه که من به ازای هر اگر مثلث بندی دلونی رو در نظر بگیرم، الان این چیزی که این گراف اینجا کشیده شده یه مثلث بندی دلونی، اول اینکه خب مسطح مثلث بندیه واقعا، یعنی از اثر مثلث تشکیل شده و اینکه خاصیتش به چه صورته. خاصیتش به صورته که شما اگه به ازای هر سه نقطه‌ای از این مثلث ها، یعنی این سه تایی که اینجا مثلا به ازای این سه تا نقطه رو در نظر بگیرید، دایره ای که از این سه تا نقطه عبور کرده دیگه شامل هیچ نقطه ای نیستش. در اون صورت هستش که در واقع این مثلث جزء مثلث بندی حساب میشه. وقتی که میخوان بکشنش به ازای یه سری نقطه میخوان مثلث بندی رو بکشن، به این صورت عمل میکنن که میگن به ازای دو تا نقطه، مثلا فرض کنید این نقطه و این نقطه، خب میگن در صورتی یال بهش وصل بکن که دایره ای که از این دو تا نقطه عبور میکنه شامل هیچ نقطه دیگه نباشه. و شما وقتی که با این ترتیب پیش میرید در واقع در نهایت هر مثلثی که دارید فقط دایره که ازش عبور میکنه شامل همون سه تا نقطه است و دیگه دایره که دور تا دور این مثلث رو در نظر میگیره فقط شامل همین سه تا نقطه است و دیگه نقطه‌ای درونش قرار نمیگیره. پس اینکه حالا چرا این مثلث بندی میشه و اینا اثباتش وجود داره، من یه کتابی هستش که در نهایت توی منابع گذاشتم، اون خیلی کمک کننده است. اگه به هر کدوم از این موارد خواستید و برگردید و رجوع بکنید خیلی مناسب میتونه باشه. ولی خب مثلا من اثبات وجود داره دیگه که شما مثلا این مثلث بندی شد با این خاصیت من دارم انجام میدم مثلث بندی میشه و ثابت شده که استرچ فاکتور این مثلث بندی دلونی 1.998 یعنی خیلی نزدیک به 2. که یعنی چی؟ یعنی که من به ازای هر دوتا رأسی که اینجا دارم کوتاه‌ترین مسیری که بین اینها وجود داره حد اکثر 2 برابر بدتر از مسیر فاصله عروض دوتاشون، مسیر مستقیمیه که بینشون وجود داشته. و سایزی هم که به وجود میاد او یه اینه، خب این خیلی مطلوبه، بر همه خب او یه این اسپنر محسوب میشه، یعنی یک اسپنریه که درجه که سایزش او یه اینه
و زمانی هم که تولید میشه یه انلاگنه که حالا اگه بخوام بدونم که این چه جوری میساخته میشه، یه جورای دیواید اند کانکر، یک با روش های مختلف مثلث بندی رو میشه ساخت. یکی از روش های معمولش مثلا دیواید اند کانکر، نقاطتون رو نصف میکنید اونور میسازید اینور میسازید و با یه تریک دوتا گوشه ای که نقاط افتادن و مثلث ها و بینشون زده بشه رو قرار میدید، مثلث ها رو میکشید و ثابت میشه که اون انلاگنه. خود مثلث بندی خیلی قبل تر به وجود اومده، اصلا کاری به اسپنر نداشتن، فقط اینجا عملا ثابت کردن که خاصیت مثلث بندی دلونی این هستش که ضریب ثابت داره و این باعث شده که یه اسپنر بشه. ببین مثلا ما وقتی که یه گرافی داشته باشیم که اوی ان اسپنر بشه، این یعنی اسپنر نیست دیگه، چون اوی اینه. ما نمیخوایم یه همچین چیزی داشته باشیم، میخوایم اینجا حتما یه ثابتی باشه، یه ثابتی از اسپنرها باشه. برای همین مثلا وقتی که الان عدد 1.98 رو به دست آوردن، خب خیلی مطلوب بوده که بتونن از این مثلث بندی ها به عنوان یک اسپنر استفاده بکنن. نکته که وجود داره الان، همینطور که من توی این شکل گفتم یا تو همین این یکی مثلثه که دایره بود، اینجا من یونیتی که یونیت سیرکلی که در نظر گرفتم واقعا سیرکله، یعنی مثلا یه دایره در نظر گرفتم، تابع فاصلم و دایره در نظر گرفتم. خب ولی مثلث بندی های پیچیده‌تر که حالا نمیشه بهش گفت، مثلا انواع مختلف دیگه هم به وجود اومده که شما دیگه به دایره کار ندارید، مثلا باید یه مثلث متساوی الاضلاع باشه یا یک مربع باشه که داخل این رو داره حساب میکنه، یا مربعی باشه که مثل لوز باشه، که حالا اینو الان توی اسلاید بعد میخوام در موردش بگم که مثلا استاندارد یعنی همین مثلث بندی که الان گفتم، یونیت سیرکلتون واقعا سیرکله، ولی اگه فاز که داری عملا فضای متریک اقلیدس رو در نظر میگیرید، ولی اگه متریک الوان یا اینفینیتی رو در نظر بگیرید که متناظر میشه با یه سری مثلا مربع یا یه لوزی، اونها هم حتی ثابت شده که یه سری مثلث بندی هستن و ضریب مثلث بندی که هستن، ولی ضریب کشش براشون به وجود اومده که اینم تایت هستش، یعنی مثلا لابربان و آپرباندی که براش به دست آوردن تایت بوده. یعنی گفت این منظورم از کرانه پایین و کرانه بالا چیه، یعنی که اینجا داره میگه که این 1.998 داره نشون میده که من بهتر از این دیگه الان توی این روشی که به دست آوردم میدونم که همه به همین ترتیب هستش، همه کمتر از این هستش فاصلهشون، فاصله مسیریشون نسبت مسیرشون به فاصله اقلیدسشون کمتر از این هستش. کرانه پایین چی میگه؟ داره میگه که شرایطی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره، یعنی اینستنسی وجود داره که شما نمیتونید از 1.5 و 1.93 بهتر جواب به دست بیاری، پس این میشه کرانه پایینش. ولی خب وقتی که این کرانه پایین و کرانه بالا مثل هم بشه، میگن که تایته، یعنی که شما تونستی برای این الگوریتمی که خودت دادی مثلا جواب خوبی به دست بیاری. و برای حالا تیدی چیه؟ این الیکویل بینامیده گفتم، تیدی هم اینه که شما به جای این که مثلا دایره در نظر بگیرید، به ازای یک مثلث متساوی از لا عمل، حالا این پرسپکت متساوی از لا، مثلث هایی که داخل این قرار میگیرن باید حاوی مثلا این سه تا نقطه رو اگه در نظر بگیریم، متساوی از لا اگه باشه مثلثش بهش میگن تی دی دلانی، که عملا ثابت شده که اینم ضریب کششش 2 هستش. حالا فقط به اینها هم بسنده نشده، اومدن هر دیستنس کانوکسی رو که حالا تعریف کانوکس رو میدونید، هر دیستنسی که از کانوکس باشه رو در نظر گرفتن و به ازای اون هم اومدن مثلث بندی دلونی رو در نظر گرفتن و گفتن که حالا ضریب کششش چقدر میشه، که اون دیگه ضریب کششش به فاکتورهای خود این دیستنس بسته داره. مثلا فرض کنید یه دیستنسی، حالا خیلی همینجوری دارم میگم، مثلا یه چیزی داره، یه اینجا رو یه فضای یه یونیت سیرکلی در نظر بگیرید که این مثلا آلفا و بتا باشه، اینش معیارها و پارامترهاش، این کانوکس دیستنسمون آلفا و بتاش این باشه، استرس فاکتورایی که به دست میارم به این آلفا و بتا، به این شکل این دیستنس وابسته خواهد بود. پس فقط به همون قواعد اولیه
بسنده نشده. اینجا فقط خواستم یه شمای کلی از اینکه چه جوری میفهمن که ما استرس فاکتورمون چی هستش، یه مثال ساده گذاشتم اینجا. شما فرض کنید که مثلا یونیتی که دارین در نظر میگیرید مثلا قائم الزاویه باشه، مثلا قائم الزاویه که حالا این شکل هم هستش، یعنی جهتش اینجوریه که به سمت راست داره نگاه میکنه، مثلا انگار قائمش اینجا میفته. اگر همچین یونیتی داشته باشیم، برای اینکه بیایم ثابت بکنیم که این یک استرس فاکتور داره، یعنی یک ضریب ثابت داره، یه روشی هستش که کلا ساده ترین حالت ممکنه برای فکر کردن دیگه، مسلما مثلا دلونی ترانگولیشن اینا همچین اثبات ساده ای نداشتن، اما فعلا میخوام ببینید که اثباتش به چه صورت هستش. شما میان به ازای هر دو تا راست آبی که حالا با جهت های مختلف وجود دارن، عملا نگاه میکنید مسیری که داره وجود داره تا برسه به اون بیه چند برابر مسیر فاصله اردوسیشه. مثلا الان اینجا مسیری که باید طی بکنه، هی از مثلث‌ها، چون که یونیتش اینه ها، هی از مثلث‌ها اینجوری عبور میکنه و در نهایت مثلا باید بیاد که به خط متصل کننده آب نزدیک بشه، یا اگه حالتش به این فرم باشه، یعنی این ور مثلث بیفته. حالا شکل‌های مختلف گذاشته شده، یعنی اولا همینطوری که میبینید روند به چه صورته. شما دارید از یک چیز استفاده میکنید، از یک استقرا استفاده میکنید، یه جورایی میگید به ازای نقاطی که نزدیکتر از فاصله آبه من هستن، من اونا رو ثابت میکنم که یه ضریب کشش مثلا آلفایی داره، و بعد حالا میام اون رو با استفاده از استقرا اثباتش میکنم که مسیری هم که اضافه میشه به اون مسیرم، اون رو مثلا تی برابر نتیجه میده. خب تا اینجا من گراف دلانی رو گفتم و حالا الان میخوام دیگه یکم در مورد گریدی صحبت کنم، گریدی اسپنر صحبت کنم. یه مقدارم فکر کنم باید تندتر بگم، چون که حالا تا یه حدی با مفاهیم اولی آشنا شدید، الان دیگه فکر میکنم میتونید دنبال بکنید. خب گریدی اسپنر دوباره یه نوع دیگه از ساختن گریدی اسپنر هستش. این روش عملا داره یه جورایی تعمیم یافته روش کروسکاله، به این صورتی که شما میایید با یه گراف جی که روبرو هستید، میخواییم بیاید یه زیر گرافی ازش بسازید دیگه، میاد یه یال توهی رو اول، یه مجموع یال توهی رو در نظر میگیرید و بعد یال هایی که توی گراف جی وجود داشته رو به صورت غیر نزولی سورت میکنید، یعنی که اول کوچیک کوچیکا رو در نظر میگیرید و بعد تا وقتی که به یالهای بزرگ برسید، و میاد به ازای هر کدوم از یالهاتون توی این لیستی که سورت کردید، میاد اونا رو داخل گرافتون قرار میدید. مثلا اینجا الان کوچیکترین یالی که وجود داشته این بوده، این یال است، اینو اول همین داره و نگاه میکنه که خب حالا آیا یعنی در صورتی میذاره که بین این دو تا رأس که الان یال بینشون وجود داره، مسیری با طول تی برابر فاصله اردوسیش وجود نداشته باشه. ورودیش هم تیه دیگه، یعنی ورودی که به ما میدن برای ساختنش، چون استرس فاکتورش رو میخواییم در نهایت به تی برسیم، ورودیش هم تی هستش. میاد نگاه میکنه پس من اینو در صورتی قرار میدم که تا الان گرافی که ساختم مسیری که تی برابر فاصله اردوسی هستش درش وجود نداشته باشه، که بین این دوتا نقطه باشن. اگر که وجود داشت که نمیذارمش، همون مسیره به اون استفاده میکنم، اگر وجود نداشت اون مسیره، یال رو اضافه میکنم. که اگر واقعا با کروسکال آشنا باشید، دقیقا داره همون کارو میکنه دیگه. اونم مثلا نگاه میکنه که درخت وجود داره یا نداره، یا همین کارو میکنه، فقط نگاه میکنه که مسیر تی برابر اگه درش وجود نداشته باشه اون رو اضافه میکنه. خب سایزش ثابت میشه که اوردر خطی هستش و زمان اجراش هم یه زمان اجرای خیلی ساده‌ای که به دست میاد اینه که شما ان دو تا عملا یال داری، ممکنه دو تا یال داشته باشیم توی یارا به جیمون دیگه، و هر کدومشون برای اینکه این حالا کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا بکنه ان لاگ ان تا زمان نیاز داره و میشه او ان لاگ ان. ولی خب اینو بهبود دادن و به ان دو لاگ ان هم رسیدن و ایمپروفش خیلی هم حالا جالب بوده. میتونید بازم توی اون چیز هستش، تو منبعی که کتابی که معرفی میکنم ایمپروفش هم هستش. خب
حالا یه دست گراف دیگه ای که خیلی هم گراف های مهمی هستن و که برای ساخت اسپنر یه متدی در واقع میشه بهش گفت استفاده میشه، گراف های تتا گراف هستن. اینا به این صورت هستن که شما فضایی که دارید رو به ازای هر نقطه ای میایید تبدیل میکنید. من اینو بذارم اسلاید بعدی که شکلش رو بتونم بگم اینجوری. به ازای هر یه نقطه ای که توی فضا دارید و میخواید روش گرافتون رو بسازید، میایید کا رو به عنوان ورودی در نظر بگیرید. مثلا کا اینجا الان 12، چون که من به ازای هر یه نقطه ای میام فضا رو به 12 قسمت مساوی تقسیم میکنم. به هر کدوم از اینها هم مثلا یه کون میگن. مثلا من اینجا یه 12 تا کون دارم که حالا از اینجا عملا شروع میشه، مثلا اسمش میشه C0 C1 C2، به همین ترتیب برمیگرده تا به C12 برسه. این که همپوشانی هم ندارن، الان داریم قسمت مساوی تقسیم میکنیم و هر کدومشون به اندازه زاویهشون تتا هستش. اینو تقسیم بندی میکنیم و به ازای هر کونی که برای مثلا اینجا رأس اولیامون وجود داره، اون رو به نزدیکترین نقطه یا همسایش که توی اون کون قرار داره وصل میکنیم. مثلا اینجا اینو به این وصل میکنیم، نزدیکترینی که توی هر کون وجود داره رو بهش وصل میکنیم. حالا این مفهوم نزدیکترین رو یه ذره الان در نظر نگیرید، دارم فقط میگم نزدیکترین، ولی حالا جلوتر میگم منظورم از نزدیکترین چیه. خب پس اینجا این نگاه میکنه و به ازای هر کونی یه یال رو اضافه میکنه و به همین ترتیب برای رؤوس دیگه، یعنی برای تک تک رؤوس انگار یه دونه مثلا دوربینی میندازه 8 تایی، مثلا بخش 12 تا گذاشتم اینجا 12 تایی و این 12 تا رو نگاه میکنه، هر کی بهش نزدیکتر بهش میچسبه و این گراف رو در نهایت برای ما میسازه. ثابت میشه که این گرافی که با استفاده از این تکنیک ساخته میشه عملا ضریب فاکتورش 1 تقسیم بر کسینوس تتا منهای سینوس تتا هسته، ضریب کشش فاکتورش 1 تقسیم بر کسینوس تتا منهای سینوس تتا هستش و سایزش هم آی ان هستش و زمان اجراش هم ان لاگ ان هستش. ولی اینجا توی تتا گراف منظورش از نزدیکترین اینه که بیاد تصویر رو، مثلا اگر که من یه همچین کونی داشته باشم و چند تا حالا نقطه هم داشته باشم، یا تصویرش رو روی یک خطی که عبور میکنه در نظر میگیره. این حالا نباید این نقطه رو در نظر نگیرید، یه چند نقطه دیگه بذارم، میاد میبینه کدوم یکی از این نقاط تصویرش نزدیکتره به این رأس یو. روی چه خطی؟ به صورت معمول اینو نیمساز در نظر میگیرن، ولی میتونه هر خطی یا هر لاینی که توی این ناحیه وجود داشته باشه تتا گراف رو میسازه اگه با این متد پیش بریم. مثلا یک میتونه خود این خط باشه، میتونه خود این باشه، فرق نداره. پس من تصویری که روی این تصویرها رو در نظر میگیرم و این نزدیکتره، مثلا اینو بهش وصل میکنم. خب توش بعضی از شرایط وجود داره که شما تصویر نزدیکتر از خودش میشه دیگه، مثلا ممکنه اون نقطه اقدسیش دورتر باشه ولی تصویرش نزدیکتر باشه، پس اونو در نظر میگیره. و اینکه کلا چرا ضریب کششش هم به این صورت میشه، من فقط یه چیز میگم، یه اسکیچی از پروفش رو میگم چون طولانیه. شما فرض کنید که میخواید از نقطه P به نقطه مثلا میخواید از P به Q برسید و میخواید ببینید که این چقدر فاصله میتوه که از P تا Q بره با این متدی که الان داریم، مثلا این هم کونش باشه. اینجا در واقع میایم یه آری رو در نظر میگیریم و فرض کنید هم مثلا تصویر رو داریم روی این نقطه در نظر میگیریم، یه آری رو در نظر میگیریم که تصویرش نزدیکتره به تصویر کیو و مسیری که از پی به آر هست رو حساب میکنیم و بعد از آر به کیو رو حساب میکنیم و اینجاست که میگم استقرار داره دیده میشه. و شما برای این که مثلا پی آر یه اثباتی رو اول انجام میدید که پی آر کوچکتر از ثابت میشه که کوچکتر از پی کیو PQ کوسینوس تتا هستش و از این طرف هم ثابت میشه RQ کوچکتر از PQ. این مثلا یه لمه ساده یه که میشه به راحتی به دستش آورد، کوسینوس با همین ضرب مثلثاتی بلد باشین، همون رابطه مثلثاتی رو به راحتی میتونید این رو به دست بیارید.
تو کتاب هستش، یعنی میاد پی آر و آر کیو رو براش باندی در نظر میگیره و در نهایت میگه خواست من وقتی که آن به پی کیو برستم باید از پی آر به آر کیو برم و این مجموع این باندها رو یک زیگمای روش در نظر میگیره و به این ضریبی که اینجا گفتم میرسه. پس عملا متد به دست آوردن ضریبش به این صورت هستش که اینجا ورودی کا بودش که کام عملا همین تتا رو به دست میاره دیگه. ببین مثلا کای من اگه 12 هست، تتای من میشه 2π12. پس اینجا ضریب کشش هم میشه کوسینوس 2π12 منهای سینوس 2π12. که حالا اینم اولین نتیجه‌ای که به دست اومده و همه اینها این پروفش داده شده مثلا برای حالت‌های خاصه، حالتی که مثلا کونامون تعدادش 2π علاوه 1 باشه، تعداد کونامون 2π علاوه 2 باشه، 2π علاوه 3، 2π علاوه 4 باشه، همین حالتهای خاص رو در نظر گرفتن و سعی کردن که این جواب رو بهتر بکنن. خب علاوه بر این خود مبحث تتاگراف ها که خیلی میگم برای یه جورایی شبکه های وایلسی که اون اوایل بوده برای ساخت خود شبکهشون خیلی از این استفاده می کردن، مخصوصا یاوگراف. فرق یاوگراف با تتاگراف به این صورت هستش که یاوگراف عملا میاد فاصله اقیانوسی در نظر می گیره به جای اون تصفیره. خیلی ساده تره دیگه، بهش میگن یاوگراف، دقیقا با همون فرم ساخته میشه. خب ولی یه ذره خب ضریبای کششون متفاوت میشه، استرس فاکتورشون متفاوت میشه با نتایجی که برای تتا به دست اومد. دیگه اینجا من نیاوردمش. یا یه سری دسته گراف های دیگه میسازن و ثابت میکنن که اسپنر هستش به نام اوردر تتا گراف ها یا تتا گراف های ترتیبی، به این صورت که شما فرض کنید تعداد نوداتون به صورت آنلاین وارد بشه، یعنی حالا یه استریمی دارید هی نقاطتون داره وارد میشه و شما میخواید روی اون یک اسپنر بسازید که اون هم ثابت میشه که اگه همین روند تتا رو به ازای نقاط ورودی که داره میاد و نقاطی که قبلا وجود داشته انجام بدید، یعنی به ازای هر نقطه‌ای که میاد اون خودشو ببینید و نقاط قبلیشو، ثابت میشه که اون هم یک اسپنر خواهد شد، یک زیگراف خوب. حالا ما داریم اسپنر رو به معنی یک زیگراف خوب می‌بینیم. یا سینک اسپنرها هستن که مثلا سینک اسپنرها خوبیشون اینه که نسبت به تتا گراف ها میان درجه رو بهتر میکنن و یا اسکیپ لیست اسپنر ها هستن که قطر رو بهتر میکنن، یعنی هر کدومشون روشون یه ایمپروویز داده شده. یه جورایی مثلا انگاری که در نظر میگیرم مثلا شما فرض کنید نقاط رو که دارین یال هاش رو اضافه میکنید، یال های ورودی خروجی در نظر میگیریم و بعد فقط یال های خروجی که حالا کوتاه‌ترین هستن رو حساب میکنه. به این ترتیب یه سری گراف های دیگه به وجود میاد به نام تتاک تتا گراف ها یا او یا او گراف ها. حالا اگر که بخوایم با نوشتار جاش نوشتیم مثلا یا او یا رو اینجوری نشون میدن، تتا تتا رو اینجوری نشون میدن، یا مینویسن تتا تتا مینویسن و اونها هم خیلی الان روشون کار شده و مسائل باز زیادی روی این دسته گراف ها وجود داره که مثلا شما ثابت بکنید که آلجورتر میگم مسیریابی روی این گراف ها انجام بشه یا حالت هایی که مانع داشته باشن به چه صورت عمل میکنه. خب الان از تا از دسته گراف های اصلی اسپنر رو گفتم، عملا دلانی رو گفتم، دلانی ترانگولیشن رو گفتم، مثلث بندی دلانی رو و گریدی رو گفتم و تتا گراف ها که حالا شامل یاو گراف ها هم میشد و انواع یاو گراف و یاو یاو تتا و اورتر و اینا. یه دست دیگه ای از روش ها وجود داره که مبتنی بر ویل سپریتد پیر ها هستش. ویل سپریتد پیر ها که حالا میتونیم بهش بگیم جفت های خوش مجزا، اینا میان اولا برای نقاطی که به صورت کلاستر شده باشن، برای توزیع نقاطی که کلاستر شده باشن خیلی خوب عمل میکنه تو عمل، ولی برای حالتهای کلی هم مثلا حالت یک نواخت هم اگه وجود داشته باشه مشکل وجود نمیاد و از امان اجراش ثابت میشه، ولی خب توی عمل حالتهای نقاطی که کلاستر شده باشن خیلی بهتر عمل میکنه. به چه صورت هستش؟ به این صورت هستش که شما میایید یه اول میایم یه سری تعاریف رو ما میگیم بعد از روشون یک اسپنر میسازیم، یعنی با استفاده از تعریف یک ساختار میسازیم، یه دیتا استراکچر میسازیم که بعد از روی اون دیتا استراکچر عملا میایم یک اسپنر میسازیم. برای این ما احتیاج به یک تعریف داریم به نام جفت های خوش مجزا. ما به یک
جفت در چه زمانی میگیم خوش مجزا؟ در این صورت که شما بتونید اون رو اگر یه جفت و این یه جفت آ باشن، اینا یه جفت بی باشن، بتونید اینها رو به صورت خوبی از هم جداشون بکنید. منظور به چه هستش؟ اینه که شما اگر که یک بالی که یک دایره ای که حالا مثلا تو فضای انبودی هم میشه دیبودی هم میشه در نظر گرفت، برای همین میگم بهش بال، ولی مثلا اینجا الان یک دایره است تو فضای دوبودی، یه دایره ای رو در نظر بگیرید که این نقاط آ رو در بر داشته باشه و یک دایره ای رو هم در نظر بگیرید که نقاط بی رو در بر داشته باشه و شعاع این هر کدوم از اینها رو هم حساب بکنید، مثلا اینجا میشه آر بی و آر آ، باید فاصله بین این دوتا بزرگتر از اس برابر ماکسیموم آر آ و آر بی باشه. اس هم یک ضریبه، یعنی من میگم اینجا اس ویل سپریتد هستن، یعنی که به اندازه اس از هم مجزا هستن. اگر این تعریف وجود داشته باشه بهش میگن خوش مجزا، یعنی پس باید آ و ب تو داخل یک سری سیرکل های باشن که این سیرکل ها به اندازه خوبی فاصله شون از هم دور باشه. این دی منظورم فاصله شون، فاصله شون از هم چی باشه؟ منظور از فاصله هم عملا دور چیزه، نزدیکترین دو نقطه ای که میتونن به هم باشن، یعنی اینجا توی این باله مثلا این نقطه و مثلا این میشه به نزدیکترین حالتی که بتونن از هم دور باشن. حالا وقتی که ما WSBD ها ببخشید well separated ها رو ساختیم، میخواییم از روشون بیاییم یه سری WSPD بسازیم، یعنی یه تجزیهی بکنیم نقاطمون رو که یه خاصیتی داشته باشه. با توجه به تعریف well separated WSBD یا well separated pair decomposition، یک تفکیکی از نقاط هستش به صورت دوتایی های AIBI ها که باید این شرط رو داشته باشه که آی و بی آی اس ویل سپریتد باشن، از هم جدا باشن و به ازای هر دوتا نقطهی که توی مجموع نقاطمون هستش دقیقا یک اندیس آی وجود داشته باشه که یا پی عضو آی و کی عضو بی آی باشه یا کی عضو آی و پی عضو بی آی، یعنی یه پیری پیدا بشه که این دوتا هر کدومشون توی یه دونه از اون مثلا بالا قرار بگیرن. در اون صورت ما تونستیم اولا این مجموع نقاطمون وی رو دیکامپوز بکنیم به یه سری نقاط خوشمجزا. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم یک راه حل برای استراکچری که بتونیم به این نتیجه برسیم استفاده از کوادتری ها هستش. کوادتری یه ساختار خیلی راحتیه برای اینکه شما بتونید بیاید فضای نقاطتون رو دسته‌بندی بکنید، تیکه تیکه بکنید. از اسمش هم روشنه که منظور اینه که شما میخواییم به چارتایی بکنید، مثلا کواتری، یعنی هر اگه این درخت رو در نظر بگیرید هر کدوم از این نودهاتون داره چارتا فرزند هستش. و اینکه بیایم به این برسیم، میایم فرض کنیم نقاط روی این صفحه پخش شدن، من میام با استفاده از دو تا خط افقی و عمودی اینجوری، مثلا این افقیه این عمودیه، اول رو تقسیم به 4 تا زیربخش میکنم، بعد از اون دوباره هر کدوم از اینها رو تقسیم به 4 تا زیربخش میکنم و همینطور اینو انقدر ادامه میدم تا در نهایت همه رؤوس هم داخل برگ قرار بگیرن. و من اینجا تونستم از دیتا استراکچر کوادتری استفاده بکنم که تفکیک نقاطیم رو داشته باشم. حالا کامپرس کوادتری عملا تو WSBD استفاده میشه که اینجا مثلا اگه درجه یک وجود داشته باشه همه رو جمع میکنه میندازه توی یه دونه نود، مثلا برای حالتهایی که زیر مجموعهای توهی داشته باشیم دیگه فقط همون یه دونه باقی بمونه و پیش بره. حالا ما خیلی با این کار نداریم ولی از مفهوم کامپرس کواتری عملا استفاده میشه. ولی خب خود کواتری رو الان با شکلش رو هم دیدیم. پس وقتی که من بیام این رو بسازم میتونم با استفاده از این دیتا استراکچر بیام WSBD داشته باشم، یعنی یه دیکامپوز خوبی انجام بدم. به چه صورت باید این رو انجام بدم که حالا این هم روش‌های اولیه‌ای هستش که سال 1995 ارائه شده. اول باید بیام کامپرس کواتری رو بسازیم و بعد بیام به ازای هر کدوم از این بخش‌هایی که داریم ببینیم که اگر که با هم خوشمجزا هستن اونها رو به عنوان یک پیر AIBI مثلا گزارش میدیم. و از کجا شروع میکنیم؟ از اون بالای بالا، یعنی از اون ریشه شروع میکنیم و نگاه میکنیم که
هر کدوم از این زیربخش هایی که اندازه هم هستن اول مثلا بچه های اول اون چارت اول بذاری هر دوتاشون ببینیم که آیا well separated هستن یا نیستن. مثلا الان نگاه میکنیم آیا این دوتا هستن یا نیستن، این دوتا هستن، این دوتا هر دوتا دوتاشون رو میبینیم و اگر بودن عملا به عنوان یک پیر گزارشش میدیم، اگه نبودن به ازای اون یکی از اونا عملا میریم از فرزندانشون استفاده میکنیم، از اون فرزندانی که خالی نیستن دیگه و توشون نود وجود داشته باشه و نگاه میکنیم که مثلا آیا این دایره با یه فرزند این که مثلا این یکی هستش ورسپریتد هستش یا نیستش و همین کار رو اینقدر ادامه میدیم تا همه پیرهای خوش و جذاب رو پیدا کنیم. و وقتی که ساختیم این WSPD هامون رو ساختیم، حالا دیگه برای ساختن یک اسپنر خیلی ساده میتونیم عمل بکنیم. یعنی همه اینا یه جوری پیش پردازش بود، من الان میتونم خیلی راحتی اسپنر بسازم و ثابت بکنم که یه استرس فاکتور خیلی خوبی داره. استرس فاکتور WSPD ها برابره اون اسی که من اونجا توی اس ویل سپریتد هادیم اس رو، اگه من بخوام به یک به اضافه اپسیلون اسپنر برسم باید اس اونجا رو یه همچین عددی بذارم. این حالا ثابت میشه که چجوری اینو به دست آوردن، پیچیده نیست خیلی، ولی اس رو عملا 4 به اضافه 8 تقسیم بر اپسیلون اگر در نظر بگیریم در نهایت توی اثباتامون میرسیم به یک اسپنر 1 به اضافه اپسیلون. پس من کاری که میکنم اول میام یک SWSPD میسازم و خیلی راحت میام میگم که به ازای هر دو تا هر پیری که اونجا وجود داشت یه نماینده در نظر بگیر و به ازای اون نماینده ها یه یال وصل کن. اینجوری در نهایت گرافی که ساخته میشه یکی به اضافه اپسیلون اسپنر هستش. واقعا ساختار خیلی جالبی داره که اینقدر راحت میتونیم ما از WSPD یه اسپنر بسازیم. به این صورت که حالا بار دیگه تکرار میکنم، به این صورت که شما میایین به ازای هر دوتا مثلا این دوتا پیره قبلا چیز بودن ویل سپریتد بودن، نگاه به ازای هر کنشون یه دونه از نودهاشون رو نماینده در نظر میگیرم، مهم هم نیست چه نودی رو نماینده در نظر میگیرم و از یک نود نماینده اون یکی وصلش میکنم. مثلا من اینجا ممکنه چند تا نقطه داشته باشم، اینو نماینده خودم همینجوری در نظر میگیرم، اینم نماینده در نظر میگیرم، این یال رو اضافه میکنم و دیگه یالی بین اینایی که نماینده نیستن اضافه نمیکنم و همین دارم من الان شبکمو تنک میکنم دیگه، اسپارسش میکنم چون فقط به ازای نماینده ها دارم وصلشون میکنم، ولی خب کانکتیویتیش برقراره، استرس فاکتورش هم خیلی خوبه و به همین ترتیب میتونیم توی مواردی که من گفتم توزیع نقاطمون کلاستر شده باشه خوب استفاده بکنیم. پس ما تا اینجا اولین گراف های اسپنری که یه جورایی تولید شده بود رو توضیح دادم به خدمتون، ولی خب خیلی حالت های بیشتری هم وجود داره. مثلا کانسترین گراف ها، گراف های مقید، حالا اگر بخواییم ترجمهش رو بگیم به این صورته که شما با یک ویزیبیلیتی گراف ها سر و کار دارید، یعنی دیگه مثلا ممکنه نقاطی که دارید حالا یه سری یال ها رو داره ولی یه سری موانع رو هم داشته باشه. اینو مثلا اینو به عنوان یک مانع در نظر بگیریم یا مثلا اینو به عنوان یک مانع در نظر بگیریم و دیگه یال هایی که بین اینا هست باید اینو حذفش بکنیم. دیگه یال هایی که دو تا نقطه که همدیگه رو نمیبینن، مثلا اینجا آبوبه ای که همدیگه رو نمیبینن، دیگه یالی بینشون متصل نمیشه و اینکه شما زیر گرافتون رو عملا این در نظر بگیرید به جای گراف کامل و بعد بیاید روش یک اسپنر، یه دونه اسپنر بسازید، مسئله بروزی هستش رو داره روش کار میشه و مثلا اومدن ثابت کردن که روی همینا مثلا همون مثلث بندی دلونی رو اومدن کانسترنت دلونی ترانگولیشنش رو در نظر گرفتن و ثابت کردن که مثلا اگر اینجوری باشه ضریب کششش چقدر میشه، یا تتا گراف ها رو یا او گراف ها رو همین حالت خاصش رو در نظر گرفتن. فالتورنت هم که یه توضیح اولیه دادم، فقط اینو تو مسائلمون هم باش بر میخوریم، گفتم که دنبال اسپنری هستیم که بعد از اینکه یه سری نقاط ها حذف شدن همچنان خاصیت خوب بودن باقی بمونه، یا یه سری یال ها حذف شدن. مثلا فرض کن یه شبکه داری یه
خراب میشه. مثلا یکی از وایلس هاتون این شبکه مثلا آنتن دهیه، حالا یکیش خراب میشه، آیا من اگه کات ها از این دیوایس هم خراب بشه برای مشکلی به وجود میاد یا همچنان میتونم همبندی بین این دیوایس هم اجرا بکنم و این کانکشن رو ایجاد بکنم برای حالا مثلا مشتری ها؟ یه سری هم اسپنر های ادیتیو یا مثلا اضافه شونده میگن، به این صورته که ما الان چیزهایی که به دست آوردیم عملا گفتیم که من مسیری که دیه که مثلا اگر که اچ زیرگرافی از جی باشه که همین این اسپنر هست، مسیری که توی اچ وجود داشت، توی اچ مثلا به ازای دوتای رأس یو وی وجود داشت، کوچکتر مساوی بود از دی جی یو وی با یک ضریبه تی. این مثلا میشد تی زب در اینه، یه تی اسپنر میشد این زیرگرافه، اگه این خاصیت رو میداشت میشد تی اسپنر. ولی حالا اگر که اینجا بذاریم مثلا یه بتایی بشه، یعنی ما ثابت بکنیم که حالا یه به اضافه ای هم داره، اون میشه از نوع ادیتیو اسپنرها. کینتیک اسپنرها اسپنرهایی هستن که روی نقاط متحرک عملا باید ساخته بشن، که اینم خیلی جالب هستش که یعنی شما نقاط ورودیتون بعد تو اوردرها اینجوری بود که به ترتیب وارد میشدن، ولی الان اینجا حرکت هم دارن با یک حالا منحنی حرکتی، اینا هر کدوم از نودها یه حرکتی هم دارن و حالا با توجه به این مسئله ما باید چجوری اسپنر رو بسازیم که توی کل روند زمانی اون معادل حرکتی که برای اون وجود داشته همچنان اسپنر باقی بمونه. اشتاینر اسپنر ها هم به این صورت هستش که ما ممکنه که اگر که بخوایم یک اسپنر رو بسازیم رؤوس خودمون کافی نباشن و حتما نیاز داشته باشیم برای اینکه اون خاصیت خوبه به دست بیاد یه سری نقاط رو اضافه بکنیم، که این اضافه کردن نقاط یعنی نقاط اختیاری عملا منجر به تولید اشتاینر اسپنر ها میشه. حالا من الان میخوام برم قسمت دوم و قسمت دومم عملا مربوط میشه به اپلیکیشن ها. خوب بود که حالا الان اگه سوالی داشتید میپرسیدید، ولی خب حالا چون که حالا باید انتهای جلسه سوال پرسش انجام بشه من ادامه میدم، امیدوارم که بتونم آخر سر به سوال همه جواب بدم. خب حالا قسمت اپلیکیشن ها رو پیش میریم. برای فقط یه سری تعریف اولیه و مالی 20 سال پیش بودیم عملا، ولی حالا میخواییم بیایم یه سری بگیم که حالا این همه اسپنرها رو تولید کردیم، همه اسپنرهای اولیه حتی به چه دردمون میخورن. یکی از اولین خاصیت هایی که میتونیم اسپنر رو بگیم داره اینه که اومده مسئله تی اس پی که احتمالا همتون باش آشنا هستین رو برای ما تقریب زده. روش های مختلفی برای تقریب مسئله تی اس پی وجود داره ها، ولی خب حالا این هم یکی از روش هاش هستش. همونطور که میدونیم مسئله فروشنده دوره‌گرد یا همون تی اس پی یه مسئله ام پی کامپلیت، حتی توی یا ام پی هارد ام پی کامپلیت، حتی اگر فضامون هم متریک باشه. برای این کلا مسئله چیه؟ حالا مسئله اگر که مطالعه نیستید به اشارتی که شما بهتون یه گرافی دادن، یه سری نودها دارید، یه سری یال ها دارید و هدف به اینه که بیاید یه توری رو رد بکنید، یعنی یه دوری بزنید که همه یه رؤوستون دیده بشه و عملا پیدا کردن این که شما کوتاه‌ترین توری که بتونه همه نقاط رو دقیقا یک بار بره و به محل قبلیش برگرده، مثلا این فروشندهه بره همه رو بگرده و در نهایت برسته به سر جای اولش و همه رو یه بار ببینه، این میشه مسئله تی اس پی. که چون که ان پی هارد هستش عملا نمیتونیم یه جواب دقیق براش به دست بیاریم و معمولا توی اینجور مسائل میرن سراغ الگوریتم تقریبی. و اینکه الگوریتم تقریبی بدن عملا میگن که چقدر ما خطا رو میپذیریم و در نهایت مثلا حالا جوابی که به دست میاری، فرض کنیم مثلا اگر که ضریب تقریبش دو باشه، یعنی توری که به دست میاره دو برابر بدتر از توری هستش که واقعا وجود داشته، اون دوری بوده که باید میرفته ولی الان مثلا دو برابر یه مسیر رو پیدا کرد ولی اون مسیر دو برابر بدتره. خب یه کاری که میتونیم بکنیم الان احتمالا خودتون هم به ذهنتون رسیده اینه که خب ما گفتیم که می‌خوایم زیاد دقت رو کم کنیم دیگه، ما مشکلی با دقت نداریم، می‌خوایم تقریبا حل بکنیم، بیایم از اسپنر استفاده بکنیم.
بیایم روی گراف اصلیمون یه اسپنر بزنیم، یه زیرگرافی به دست میاریم و حالا این زیرگرافی که به دست آوردیم و روش تی اس پی رو اجرا میکنیم و اگر تی اس پی به دست اومد، یعنی این میتونه مشاهده همون باشه که عملا اگر که یک تی اسپنر داشته باشیم روی جیمون، مسلما وزن اون اسپنر بخش وزن تی اس پی که به وجود میاد تی برابر وزن اصلی هستش که باید وجود داشته باشه، که این حالا با یه سری تریک‌ها ثابت کردن که سال 1998 ثابت کردن که میتونن یک به اضافه اپسیلون اسپنر داشته باشن که در زمان ان لاگ ان به دست میاد و سایزش هم که اوی ان هستش و عملا نسبت به تی اس پی که به اضافه اپسیلون برابر داره جواب تقریبی به ما میده و چیز دیگه وزنش هم خوبیشونه که ام اس تی هم مثلا گفتم یه جایی بعد وزنشون نسبت به ام اس تی هم خوب باشه، از اوردر وزن ام اس تی هم خواهد شد. این که مثلا اپلیکیشن کاملا تئوری و اولیه ای از اسپنرها هستش که همه جا اشاره میشه بشه. خب یه اپلیکیشن ساده دیگه، اگر که توی فضاهای مختلف کار کرده باشید، به دست آوردن سیمیلاریتی بین انواع مؤلفه هاست. مثلا مؤلفتون میتونه وکتور باشه، مثلا دو تا وکتور فرض کنید 300 400 بودی دارید، میخواید سیمیلاریتی بین این دو تا وکتور رو در نظر بگیرید که این خب میتونه توی انواع مختلف اپلیکیشن ها مثل دیتا ماینینگ و حالا نوشته شده پترن ریکگنیشن، ماشین لرنینگ، کامپیوتر ویژن استفاده بشه. یه جورایی داریم اینفورمیشن ریتریوال انجام میدیم دیگه، یعنی خواهیم اطلاعاتمون رو واکشی بکنیم و روش حالا یه سری عملیات انجام بدیم. دیتا ساینسی که الان خب به روز هستش، خیلی از جاها هستش که شما نیاز دارید که پس دو تا چیزی که شبیه هم هستن رو به دست بیارید. یه مثلا خیلی ساده در نظر بگیرید، من یه گراف کامل دارم روی یه وکتوری که مثلا فرض کنید بخوام اپلیکیشن تور بگم، مثلا فرض کنید اومدین یه سری داکیومنت رو امبد کردید، اون داکیومنت هاتون رو امبد که کردید به یه سری بردارها رسیدید. بردار هاتون مثلا فرض کنید از این ورد تو وک و از همین این ساختارهایی که همه استفاده میکنن توی دیتا ساینس استفاده کردید و اومدید یه سری وکتورهای حالا 300 بودی و اینا رو اگه از ساختارهای مختلفی استفاده کنید مثلا بهش رسیدید. حالا میخواین به اینا رو تک تک با هم دیگه مقایسه بکنید و ببینید که کدوم‌ها دو تا به هم نزدیک هستن. شاید به یک لایبرری فیز هم رسیده باشید و اینو دیدید که به صورت تقریبی داره این رو به دست میاره، ولی اولا میخوام همین رو بگم که ما به جای اینکه بیایم تک تک این دوتا نقطه ها رو با هم دیگه حساب بکنیم فاصله شون رو، مثلا یک و دو و سه اگه وجود داشتن، به جای اینکه تک تکشون رو حالا مثلا یه چهاری هم بذاریم تک تکشون رو مقایسه کنیم، میتونیم تک تکشون رو مقایسه نکنیم، مثلا یه زیرگرافی از این تک تک ها رو در نظر بگیریم به جای اینکه اوی ان دو تا مقایسه رو بخوایم انجام بدیم و روی اون سیمیلاریتی رو حساب بکنیم و یک جواب تقریبا خوب که با حالت تقریبی بدیم. یعنی که مثلا شما به جای اینکه بیایید اوی ان دو تا فاصله به ازای هر کوئریتون حالا مثلا به دست بیارید، بیاید یه اسپنر بسازید و روی اون زیرگراف خوبه کار بکنید و حالا میدونید اگر که دو نفر رو اعلام میکنه به هم نزدیکه ممکنه تی برابر خطا رو داشته باشه و عملا به یه دیتا استرکچر اسپارس تری خواهید رسید. خب این شد دو تا اپلیکیشن خیلی ساده. یه اپلیکیشن دیگه داریم که خیلی استفاده میشه، روتینگ الگوریتم ها هستش. روش الگوریتم های مسیریابی خیلی الان هم حالا استفاده میشه، خودتون میدونید توی انواع اپلیکیشن هایی که خودمون داریم استفاده میکنیم مثل حالا گوگل مپ و اینا، بخاطر از روتینگ استفاده میکنید. این که شما روتینگتون خاصیت های خوب داشته باشه خیلی مفیده. و این وقتی من دارم میگم یه الگوریتم مسیریابی ارائه میدم، یعنی این که من به ازای هر نودی که دارم میخوام یه مسیجی رو حالا برسونم به یک هدفی و میخوام مسیرم رو من بهش راهنمایی کنم که کجا بره. ببین تا الان ما در مورد چیزی که حرف زدیم فقط میگفتیم یه مسیر وجود دارد، ولی اینکه دقیقا من چجوری این مسیر رو شروع کنم، من فرض کنید لحظه اول کورکورانه دارم پیش میرم، اصلا کدوم همسایم شروع بکنم، چجوری پیش برم، با کدوم یکی همسایم برم تا مثلا خواهد راست S به راست T برم، مثلا اینجا
انتا همسایه است، کدومو برم؟ میدونم یه مسیری وجود داره ولی خب کدومو برم تا به اون نتیجه برسم؟ این حالا میشه الگوریتم روتینگ. معمولا برای الگوریتم روتینگ ما احتیاج به یه سری اطلاعات داریم. اگه هیچ اطلاعاتی نداشته باشیم کلا میشه آنلاین و میگیم که خب خیلی الگوریتم خوبیه که هیچ بدون هیچ اطلاعاتی داره پیش میره. ولی خب معمولا یه سری روتینگ تیبل ها یا یه سری مموری استفاده میشه تا بتونیم الگوریتممون رو پیش ببریم. منظورم از روتینگ تیبل اگر که مثلا از سایز کا باشه اینه که من به ازای هر نودم چه اطلاعاتی رو توش ذخیره بکنم که بتونه ادامه مسیر رو وقتی یکی اومد بهش رسید بتونه ادامه بده. یا اینکه اگر که منظور از حافظه اینه که من وقتی دارم یه مسیج رو پاس میدم به یال به رأس بعدی با توجه به یک یالی همراهش چقدر حافظه‌ام ارسال بکنم که بتونه ادامه راه رو بده. این دوتا از معیارهای عملا الگوریتم‌های لوکال روتینگ هستش. منظورم از لوکال اینه که محلی باشه، یعنی که شما به دور و برت داری نگاه میکنی فقط. مثلا اگه یک لوکال باشه یعنی فقط همسایه‌های بعدی تو داری میبینی. اگه دو لوکال باشه، دو محلی تو لوکال دو محلی باشه، شما دارید دو تا همسایه جلوترتون میبینه. اینا میتونه کالوکال هم باشه دیگه، بستگی به الگوریتمی داره که ارائه میشه. اینا دو تا معیار بود که گفتم که خب یکی این که تو هر نودی چقدر اطلاعات بذارم، یکی این که من چه مسیجمو چقدر مموری اضافه بکنم. یه چیز خیلی خوبی هم که وجود داره اینه که الگوریتم من سی کامپتیتیو باشه، یعنی سی رقابتی باشه، یعنی که من بدونم که الگوریتمی که دارم ارائه میدم فقط یه مسیر عجیب غریبی به من نمیرسه که من رو به هدف برسونه. باید الگوریتمش خوب باشه، یعنی من باید الگوریتمم 30 برابر حد اکثر 30 برابر بدتر از فاصله اقیانوسی یا همون کوتاه‌ترین مسیری باشه که وجود داره. که خب اینا معیارهایی هستن که باید در نظر گرفته بشه. برای در واقع اسپنرهایی هم که من معرفی کردم الگوریتم های روتینگی هم ارائه شده که حالا همچنان هم روش داره کار میشه. من یه چند تاشو فقط اینجا اشاره کردم که بدونید که فقط وجود داشته. این از همون اول مثلا الگوریتمی که برای به دست آوردن استرش فاکتور دلونیتری انگولیشن دادن سال 1986 ثابت کردن که یک روتینگ خوبم هست، برای همین مثلا اون ساله. ولی بعدا مثلا تتاگراف ها رو اومدن گفتن که باید یه الگوریتم خوبی بدم تا من مطمئن بشم از اون یک رست به یک مقصد میرسم، و الگوریتم مسیریابی تتا رو دادن که اونم جالبه. یعنی شما مثلا فرض کنید از اینجا اس بری به تی، یه سری کنم اینجا تقسیم شده دیگه، نگاه میکنی که الان این تیه دقیقاً افتاد، من اینو زیاد کنم، دقیقاً میخوام ببینم این تیه تو کدوم کن افتاده، مثلا افتاده اینجا، پس این از اینجا شروع میکنه. دوباره برای این یکی میبینه تی تو کدوم کن افتاده، دورتر هست ولی خب تو کدوم زاویه دید کدوم کن هستش، پس میره اینجا، به همین ترتیب مثلا تا برسه به مقصدش. برای WSPD ما هم یه سری الگوریتم ارائه شده. خب من حالا الان اینجا میخوام تازه اون مسائلی که گفتم رو شروع بکنم. فکر میکنم حالا هر کدومشون تقریبا 10 دقیقه نیاز داشته باشه و بعد حالا به چیزم شدم کمتر و بعد به پرسش پاسخ برسیم. خب مسئله اولمون چی میتونه باشه با توجه به این اطلاعاتی که الان شما گرفتید؟ فرض کنید که من مسئله که به شما میدم اینه که فرض کنید که یه سری نقطه روی صفحه وجود داره و من میخوام WSPD اسپنری که روش ساخته شده و باعثش فاکتور یک به اضافه اپسیلون هستش براش یک روتینگ الگوریتم بسازم. یعنی با توجه به اینکه شما الان WSPD رو فهمیدید چه جوری هستش، میخوام حالا روش یک الگوریتم روتینگ بسازم. سالهای قبلم روی اینا کار شده بوده ولی خب ما الان الگوریتمی که میخوایم بدیم خوبیش اینه که در واقع کامپتیتیو فاکتورش میشه یک به اضافه اپسیلون، مموریش اوی لاگ آلفا و روتینگ تیبلش هم اوی اپسیلون به توان یک تقسیم اپسیلون به توان لاگ آلفا. آلفا چیه؟ عملا ما اومدیم یک معیار رو خودمون تعریف کردیم که نسبت دورترین به نزدیکترین فاصله ای که توی کل فضا وجود داره رو به عنوان آلفا بهش اشاره کردیم. خب حالا ما میخوایم به این نتیجه برسیم. یعنی نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه
حالا شما هم احتمالا خودتون الان میتونید فکر بکنید و من میخوام به شما اولا یاد بدم که میخوام این مسئله فکر کنیم چجوری میتونیم با استپای کوچولو کوچولو و تریکای ساده به یک جواب برسیم. خب اولین چیزی که تو ذهن من میرسه وقتی که یه WSPD میبینم خیلی راحته الگوریتم من، الگوریتم روتینگ من، من یه پی دارم میخوام به کیو برسم و یه سری نماینده هام که داشتیم WSPD رو یادتونه که چی بود. خب اولین الگوریتمی که تو ذهن منه خیلی خب من از پی میرم حرکت میکنم به نماینده هم میرسم، نماینده هم که میدونم به نماینده این وصله و از نماینده اون به خودش میرم. چرا نمایندم میدونم که اینجا نمایندهی وجود داره؟ چون که شرط WSPD بود که من حتما به ازای هر دو نقطه پی و کیو دو تا یه پیر در واقع، یعنی یه آی و بی آی وجود دارن که هر کدوم از اینا توی یه دونه از ما قرار داره دیگه، یعنی میدونم که حتما نماینده هاشون به هم وصلن و یک چیز رو ساختم، این فرمت رو اصلا به وجود آوردن دیگه با توجه به تعریف WSPD. یعنی من WSPD اسپنره الان ورودیم، یه WSPD اسپنره، حالا میخوام بیام روش روتینگ رو انجام بدم. خب پس میبینید که خیلی الگوریتم ساده است. حالا مسلما به ذهن خودتونم رسیده بود، حالا من میخوام ببینم چجوری من باید ثابتش بکنم. وقتی یه الگوریتم رو دارم الان چی شد؟ همینجوری فقط الگوریتم رو بدم که نمیشه، فقط باید روش کار بکنم تا بتونم اثباتش بکنم که الگوریتم من درسته، حتما به جواب میرسه، ضرایبش چقدره، چقدر مموری نیاز داره، چقدر روتینگ تیبلش نیاز داره. و این کار میام یک تو اینجا توی چیزم بودش، توی الگوریتم بود، یک در واقع تابعی میسازم به نام FPOQ و میگم این FPOQ بیاد به من بگه که پیرهایی که POQ عضو اونها هستن کدوم ها هستن. خب من برای این که حالا علاوه بر اون یاد من چیزم بده، مثلا نماینده ها رو بده که دیگه کارم اوکی باشه و اینکه توی زن وقتی هم که تو نقطه پی هستم بتونه این اطلاعات رو به من بده. خب برای این که این اتفاق بیفته من باید بیام یه حافظه ای رو یا یه همین روتینگ تیبلی رو به این پی بدم که بتونه از این اطلاعاتش استفاده بکنه و این رو به دست بیاره. ولی اینکه من بتونم این حافظه ها رو باند بکنم و بگم که خب من سایز انقدر برات کافیه تا همه این پیرایی که پی اگه تو میخوای بدونی که بهشون تعلق داری رو مثلا باندش بکنم مهمه دیگه، یعنی اینه که برای من تاثیر گذاره. وگرنه یعنی اگه یک مموری مثلا آن باندت بش بدن که فایده نداره. هم برای همین ما میایم یه upper bound limit رو ارائه میدیم و ثابت میکنیم که به ازای هر نود پی اگر که من به اندازه یک تقسیم بر اپسیلون دو لوگ آلفا بهش فضا بدم میتونه همه پیراش رو نگه داره. چرا؟ چون که ثابت میشه که تعداد پیرهایی که هر نقطه پی درش عضو هست حداقل یک تقسیم بر اپسیلون دو لوگ آلفا هستش که این رو هم حالا اگه خواستید میتونید توی مقالاتمون بخونید، ولی کلیتش رو میگم. عملا از یک پکینگ لمایی استفاده میکنه و میگه که وقتی من یه نقطه چیزای گیریدی دارم توی فضای خاصی فقط یه تعداد خاصی نقطه وجود داره و چون تعداد لایه هایی که من دارم WSPD رو میسازم اون ارتفاع درختم لوگ آلفا هستش، لوگ آلفا تا از اون مثلا پکینگ نیازم هست که اونم اثبات میشه یک تقسیم بر اپسیلون 2. الان نمیخوام واقعیت توضیح بدم، فرصت هم نیست، ولی میخوام بگم که راحته، یعنی چیز سختی نیست، ولی میخوام روند کار رو بدونید که پس من وقتی که دارم از روتینگ استفاده میکنم باید فضا رو باند کنم وگرنه به دردم نمیخوره. پس من اینو خواهم داشت و بعد از اون روتینگ تیبل هم رو این اطلاعاتی که به دست آوردم رو درونش قرار میدم. حالا فضایی هم که آی و بی آی توش هستم نگه میدارم که بتونم راحت بهش رسیدگی داشته باشم و نماینده ها رو هم نگه میدارم که بتونم برم به اون نماینده ها و بعد از نماینده آی به نماینده بی آی برم. خب این همون لمی بود که گفتم که یک آپر باند ثابت بشه. و حالا الان چیزی هم که برای من مهمه این که خب حالا الان تو هر نودی اطلاعات رو نگه داشتم، از نود آ بخوام برم به نود بی چقدر اطلاعات میتونم مثلا اجازه دارم که بفرستم برای نفر بعدی؟ اونم باید یه باندی داشته باشه که نفر بعدی هم بتونه از اون استفاده بکنه و بتونه مسیر رو ادامه بده، که اینم اگر اوی لاگ آلفا در نظرش بگیریم برامون کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما عملا این
توی اون الگوریتم بازگشتیتون، حتی هم الگوریتمی که هم چند اسلاید قبل گفتم، اولا حتی اکثر چیزی که بازگشتی که انجام میدید و اندازه عمق WSPD تون یا هم کواتریتون هستش، کامپرس کواتریتون هستش که اون لوگ آلفا میشه، و برای همین اگه همینقدر بهش فقط اطلاعات بدیم میتونه کل مسیر رو نگه داره. خب پس در نهایت ما تونستیم با تریک ساده عملا بیام یک روتینگ الگوریتمی بدیم که هم لوکالی هستش و مموری و روتینگ تیبلش هم باند شده هستش. اینجا هم اثبات استرش فکتورش رو گذاشتم که چرا یکی به اضافه اپسیلون میشه، که فقط اگه بخوام خیلی ساده بگم همون بحث استقرائه، چون من میخوام از پی به کیو برم، میرم از پی به آی، بعد آی به بی آی، بعد بی آی به کیو. اینو با توجه به استقرا میدونم که یکی به اضافه اپسیلون مسیر براش وجود داره، این دوتا رو پس این یکی به اضافه اپسیلون مسیرها رو میذارم. این یال بین آی و بی آی هم با توجه به اینکه ول سپریتد بودن میشه دی پی کیو به اضافه 4 آر، و در نهایت ثابت میکنم که یکی به اضافه اپسیلون هستش، یعنی استش فاکتورش رو هم حتما باید ثابت کنم که یکی به اضافه اپسیلون شده. این مسئله اول بود که در واقع اومدیم یک الگوریتم روتینگ دادیم برای یک مسئله خیلی یک اسپنر خیلی مفید و پر کاربردی مثل WSPD. خب مسئله دوم بهتر که بازم میگم، الان فاصله بینش بود با هم صحبت میکنیم، ولی خب حالا الان من مسئله همه رو میکنم، اگه نکته بود برام بگید. مسئله دوم در مورد شبکه های وایرلس هستش که اینجا الان مسئله دوم و سومی که من میخوام بگم هر دوتاشون به این وابسته است. خیلی هم موضوع جالب و جذابی هستش که میتونه ادامه کارش هم وجود داشته باشه. شبکه های وایرلس رو که میشناسید دیگه نیازی به توضیح نداره، ولی نکته که وجود داره اینه که بیشتر شبکه هایی که ما باهاش مواجه هستیم شبکه های بی جهت هستن. منظورمون از شبکه بی جهت چی هستش؟ شبکه بی جهت یعنی که ببخشید آنتن، من اینو اشتباه گفتم، حالا به شبکه های بی جهت و شبکه های جهت دار و شبکه های بی جهت هم میگن، ولی به خاطر چی اینو میگن؟ به خاطر اینکه آنتن هایی که روی این شبکه های وایرلس قرار میگیرن بی جهت هستن یا جهت دار. منظورم از بی جهت چیه؟ یعنی اینکه همه اطرافش رو میتونه ببینه. منظورم از جهت دار چیه؟ آنتنی که میتونه فقط یک کونی رو ببینه که زاویه‌اش آلفا با یه شعاع آری و نمیتونه همه جا رو ببینه، ولی میتونه تکون بخوره. مثلا جهتش رو خودمون میتونیم مشخص بکنیم. مثلا من دوست دارم روی مثلا اگه اینو یه آنتن در نظر بگیرم، هم میتونم این شکلی بذارم، هم میتونم این شکلی بذارم، اسلاید بعدی میتونم این شکلی بذارم. ولی خب مثلا با یه شعاع آری اینجا وجود داره. که خوبی و تفاوت اینا عملا چیه؟ ببینید الان حتما خودتون میشناسید اینا رو. مثلا توی یه سری مناطقی هستش که شما احتیاج دارید که خیلی شارپ برسید به یه مثلا هدفی. اینجا خب چیزای جهت دار خیلی کمک کننده هستش برامون، به خاطر اینکه مثلا خیلی راحت میتونید یک فاصله دوری رو بهش ارتباط برقرار، باهاش ارتباط برقرار کنید. یعنی عملا شما قدرت فرستندتون رو زوم میکنید توی محدوده خاصی و تو اون محدوده میتونید پیش برید. مثلا به عنوان چیز اینو بگم، اینی که فرض کنید که ما اینجا یه دونه مثلا یه همچین چیز داریم با آلفا و با آر، و من یه انرژی دارم. خب یه انرژی دارم، اگر که بیام به صورت کلی نو چیز کنم پیش ببرم با این انرژی، چون که باید پی آر دو تا فضا رو داشته باشم، تعداد آری که یعنی مقدار آری که من اینجا دارم عملا میشه رادیکال ای تقسیم بر آر دیگه. الان اینو قبول دارید؟ ولی اگر که بخوام اینجوری فقط به یه جا متمرکزش بکنم، آری که یعنی فاصله که من میتونم ببینمش عملا میشه رادیکال به دو ای تقسیم بر آلفا، این جهت داره میشه دیگه. خب که این خب بزرگتر از این یکی، این آره کوچولو میزنه، که این میتونه مفید باشه برامون تو خیلی از جاها. مثلا یکی از خوبیاش اینه که در واقع شما تداخلتون رو از دست دیگه تداخل نداره، مثلا یه سری امواجاتون با هم تداخل نداره، امنیتتون بالاتر میره و خب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
اینو مجبورم زود ازش بگذارم، ولی خب خیلی میشه صحبت ها در مورد این کرد. مثلا شما بحث های گین آنتن ها رو بیارید، لو گین آنتن ها رو اگه خواستید حالا خودتون مطالعه بکنید، اینا رو میتونه مباحث جذابی باشه. حالا ما الان میخوایم بیایم رو شبکه های جهت دار کار کنیم، یعنی آنتن هاشون از نوع جهت دار هستن و حالت دور تا دور رو نمیبینن. توی این حالت دو نوع آنتن خواهیم داشت، یه آنتن های متقارن و آنتن های نامتقارن. ما با آنتن های نامتقارن شما الان کاری نداریم، میخوایم بریم سراغ آنتن های متقارن. آنتن های متقارن به این صورت هستش که شما حتما از اسمش هم متوجه میشید، یو و وی رو، یو و وی در صورتی هم میکنن میتونن مثلا ده هم اطلاعات مخابره بکنن که هم یو توی ناحیه دید وی باشه و هم وی توی ناحیه دید یو باشه، که این حالت هند شیکینگ رو به وجود میاره. مثلا شما حتما باید تاتون با هم معتمد هم باشید دیگه تا بتونید با هم دیگه اطلاعاتتون رو مخابره بکنید. این حالت متقارن میشه. حالا نامتقارن اینجوری نیستش، فرق داره که شما فقط به عنوان فقط نیازه که تو معرض دید یه نفر باشید، اون به شما اطلاعات میده، مهم نیست. مثلا شما در واقع پشتتون به اینه، این شما مثلا یه شماره یک باشه، این شماره دو باشه، این تو معرض دید این، چون این تو داره اینو میبینه به این یه یال میزنه، ولی این دیگه نمیتونه به این یال بزنه. البته جهت‌دار اون به وجود میاد دیگه، نیازی نیستش که حتما روش به این سمت باشه. خب پس ما با اون کار نداریم، الان آنتن‌های متقارن رو داریم در نظر میگیریم که بعد تو ناحیه پوشش هم دیگه باشن. خب وقتی که این دست آنتن‌های بی‌جهت و آنتن‌های متقارن رو در نظر بگیریم، از ارتباط این دوتا دو دست شبکه به وجود میاد. این که همون شبکه‌های بی‌جهت بودن، شبکه‌ای که از این دست‌ها به وجود میاد یونیت دیسگراف ها بهش میگن، که عملاً یونیتش هم اسکیل شده است. یعنی مثلا منظور یونیت واقعا واحد یک نه، شما میاد بزرگترین رو اسکیل میکنی به یونیت و مشکلی برات به وجود نمیاد. ولی هر رأسی عملا هر وی یک، وی دو و وی سه ای میتونه به اندازه یونیت توی اسکیل شده اطرافشون رو ببینه و هم ارتباط داشته باشه. مثلا اگه این ستا رو داشته باشیم یونیت اسکرافش میشه یه مثلث. ولی شبکه های متقارن اگر همین ستا رو داشته باشیم و آنتن هاشو حالا اینجا اگر یه ذره دقت بکنید جهتدهی آنتن ها رو میبینید، جهتدهی آنتن ها به این جور باشه، میبینیم که فقط یک یال به وجود میاد که به این میگن کامیونیکیشن گراف ها. خب حالا من میخوام یه مسئله رو این تعریف بگم، دو تا مسئله عملا برای این دست مسائل، دست آنتن ها تعریف بکنم که به اسپنر ها هم مربوط میشه دیگه. خب فرض کنید که یه سری نقطه داریم روی خط، میخوام خیلی مسئله رو ساده بگم که بتونید ارتباط برقرار کنید، روی یه خط این آنتنا و من میخوام اینها رو جوری جهت دهی بکنم که چیز بشه، که جهت دهی بهینه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شعاعی که به دست میاد شعاعی کمینه باشه و علاوه بر این حتما کانکتیویتی شبکه هم برقرار باشه. برای این کار میان یه مفهوم دیگری رو تعریف میکنیم به نام تی هاپ اسپنر. چرا؟ به خاطر اینکه ما دیگه تو یونیت دیسگراف ها داریم کار میکنیم، گراف اوگلوسی نداریم. همون اولا گفتم مثلا میتونه زیر گراف ها هم گراف خاص باشه. اینجا میایم و مثلا اوکلیدوسی نیست فضا که من فاصله برام مهم باشه، مهم اینه که آنتنا رو وقتی میخوام با هم مخابره بکنن تعداد آنتن های میانیم چقدر باشه، اونا خیلی زیاد نباشه. هدف من به اینه که بیام یه شبکه‌ای بسازم که تی هاپ اسپنر باشه. یعنی چه؟ یعنی به ازای هر دو رأس X و Y اگر که یک مسیری وجود داره خیلی مسیر طولانی نباشه از نظر تعداد یال هاپ، یعنی هر کدوم مثلا یه هاپ در نظر میگیره، تعداد یال ها خیلی زیاد نباشه. این که ما چیز باشیم، مثلا اگر که من قبلا با دو تا رأس میانی میرسیدم اگه توی یونیت دیسک گراف بود، حالا که گرافم رو جهت دار کردم آیا با چهار تا میرسم، با چهار تا رأس میانی میرسم؟ اگه اونجوری باشه مثلا اوکی برام، اگه که ضریب فاکتور دو برام مناسب باشه این رو میپذیرم. پس باید نسبت به یونیت دیسک گراف اون رو مقایسه بکنیم. خب من هدفم چیه؟ هدفم اینه که بیام ببخشید من اینو باید میگفتم که به سه قسمت عملا تقسیم میشه مسئلمون، هم جهت دهی مناسب داشته باشیم، هم اسپنر خوبی بشه که از نوع هاپ اسپنر باشه، و همین که میخوام روتینگ هم بدم. یعنی اینجا میخوام اصلا سه تا مسئله هر چی تا الان گفتم رو دارم باهاش دست ورزی انجام میدم تا بتونم
الگوریتم حتی روتینگ رو هم برای این مسئله به این سادگی که آنتنام روی یه خط یه خط صاف قرار گرفتن، آنتنا رو چجوری جهت‌دهی بکنم تا در نهایت سی کامپتیتیو هم حتی بشه، اینم که تعریفش رو گفته بودیم. خب خیلی ساده مسلما به ذهنتون میرسه که اگه من آلفا بزرگتر از پی باشه که دیگه کاری نداره، یعنی آنتنه که من میتونم بذارم دو طرفو میتونه ببینه دیگه کاری نداره، دیگه همه همدیگه رو مثلا هر کی همسایه بغلی و چپ و راستش رو میتونه ببینه و مشکلی به وجود نمیاره. ولی اگه اون قطعی که آنتنم میتونه فضا رو ببینه کمتر از پی باشه، دیگه نمیتونه دو طرفش رو ببینه، عملا یا چپ رو میبینه یا راست رو میبینه. پس من عملا دو تا جهت دهی دارم، چپ و راست. برای این کار من میام میگم یه سری بلوک تعریف میکنم برای اینکه میخوام این مسئله رو حل بکنم. میگم هر کی که چپ و راست، یعنی هر وقت چپ و راست تموم شد، یعنی یه چپ شروع شده، یکی که یه آنتنی که به سمت راست داره میبینه شروع شده و به یک چپ خط بشه، یه بلوکه. یعنی مثلا اینجا این یه بلوکه، اینجا هم یه بلوکه. میام اینو تعریف میکنم. من یه ذره اینو باید تندتر بگم، فقط شما چیز اسکچ کلیشو میگم و بعد ثابت میکنم که به ازای هر سه تا آنتن متوالی، یعنی میگم جهت دهی بهینه جهت دهی هستش که سه تا آنتن متوالیش تو یک جهت نیستن. اینو ثابتش میکنیم. خب پس در نتیجه جهت‌دهی بهینه انتهاش با این نوع بلوک ها ختم میشه. پس میدونید میخوام اینجوری بگم که شما دارید اولا یه الگوریتمی میدید تو ذهن خودتون که بیاد این جهت‌دهی رو انجام بدید و میتونید از ریز ریزاش استفاده بکنید. مثلا میگید تهش اینجوری ساخته میشه. بعد خوبیش چیه؟ من تبدیل به یه سری بلوک بلوکش کردم. میگم اگه این بلوک ها هر کدوم هم بند بشن و این دو تر بلوک متوالی هم به هم وصل بشه، در نهایت من یک گراف همبند خواهم داشت که برای اینکه این بلوک ها همبند بشن باید یه شعاع بهینه خودم پیدا بکنم. شعاع بهینه‌اش رو با اجازهتون رد میکنم چون دیگه حالا یه ذره طول داره که بخوام اینو بگم، ولی با استفاده از یک الگوریتم بازگشتی داینامیک پروگرامینگ من میتونم به راحتی شعاع بهینه رو محاسبه بکنم. حالا بذارید اینجا اینو گم. شعاع بهینه هم به این شاده که میام یه چیز خودم تعریف میکنم، یه ساب پرابلمی تعریف میکنم، میگم پرابلمی که میگم جهت دهی که آخرشون اینجوری باشه، آخرشون این شکل باشن، یه چپ یه راست یه چپ باشه رو در نظر میگیرم و میگم این رو آر آی، یعنی بهینه‌ای هستش که یه جهتهی که آخرش به اینجوری باش به این خط بشه رو به عنوان آر آی در نظر میگیرم. خب که آی تا نقطه هستم و با استفاده از این تریک میتونم بیام یه داینامیک پروگرامینگی بسازم که بعد از اینکه این آر آی شد دیگه ممکنه چه حالتهایی وجود داشته باشه. این رو جهتهیش رو در نظر میگیرم. خب و بعد برای اسپنر بودنش من اینو مخصوصا دارم یه ذره زود میرم چون مسئله بعدی خیلی جذاب‌تره، شاید براتون جالب تر باشه. زمان خیلی زود میفره و برای اسپنر بودنش هم ما میایم ثابت میکنیم که هفت اسپنره. یعنی چی؟ یعنی به ازای همه حالت های جهت دهیمون میگیم که هر دو تا رأسی که میخوام به هم دیگه ارتباط برقرار کنن حداکثر باید از هفت تا یا رأس میانی عبور بکنم. مثلا من میخوام ببین از این یو اگه دو تاشون پشتشون به هم باشه بدترین حالت دیگه، از یو به وی میخوام برم و باید این هفت تا یال رو، هفت تا رأس میانی رو ببینم تا بتونم به اون برسم و بدترین حالت هم میشه هفت، پس استرس فاکتور هم میشه هفت. و برای روتینگش هم خیلی ساده است. الان بازم احتمالاً به ذهن خودتون رسیده، شما وقتی داریم مثلا از یه از اینجا آنتن دهی رو انجام دادید، از این یو میخواید به یه وی اینجا برسید، خب نگاه میکنید دورترین همسایه ای که اگه یک اینوری باشه یه سری اینوری باشن این ما بیناشو نگاه میکنیم که اگر که کسی هستش که به این سمت و جلوی یو قرار داره به دورترینش میرم، ولی اگر که یه سری باشن که اینوری باشن به نزدیک ترین کسی میرم که اینجوری عملا که سمت اون خود من نیستش. یعنی
یه جوری روتینگش، فقط باید قبلش یه سورتینگی انجام بدیم و بر مبنای اون سورتینگ نگاه میکنیم که مثلا اگر تا جایی که میتونم به تارگتم نزدیک بشم میرم خودم رو به تارگت نزدیک میکنم، یعنی به اینجا رو کم میکنم، ولی اگه نتونم به خودم نزدیک میشم که یه وقت برعکس پیش نرم. خب با اجازتونم از اسماتاش میگذرم، چون من فکر کنم الان تعریف مسئله براتون شاید جذاب‌تر باشه. خب من توی سعی میکنم توی 5 دقیقه این مسئله آخر رو بگم که یه مسئله واقعا جالبی هم هستش و شاید باید زودتر بهش میرسیدیم. یعنی تی هاپ اسپنر رو که تعریف کردیم، فالت تولرنس هم من تعریف کردم براتون، گفتم که من میخوام عملا گرافی بسازم، اسپنری بسازم که اگه کاتا اینجا اینو نگاه کنیم، اگه کاتاش هم حذف شد از رأس ها همچنان چیز باقی مانده هم تی هاپ اسپنر باقی بمونه، که این خب خیلی کاربرد داره. و من میخوام با آنتن های جهتدار این گرافم رو جهت دهی بکنم که در نهایت مطمئن بشم گرافی که دارم کافالت تولرانت تی هاپ اسپنر، یعنی هم کاتش اگه هست بشه همچنان تی هاپ اسپنر باقی مونه. چه کاری تسکای من چیه؟ هم باید جهت دهی رو مشخص بکنم، هم باید جهت دهی رو مشخص بکنم و هم باید شعاع رو مشخص بکنم. برای این کار ما یه جوابی رو به دست آوردیم که حالا 7 هاف اسپنر شده و شعاعمون هم بر مبنای آلفا که همین چیز بود، مال یا آنتن هامون بود، بر مبنای آلفا دلتا رو اینجا مشخص میکنیم و شعاع رو به این صورت به دست میاریم. فقط شمای کار رو بهتون میگم، کل استفای الگوریتم میگم. الان چون که ما توی اون یه بودیه دیدید گفتیم یه سری بلوک بلوک میسازیم، اینا رو کانکتت میکنیم و بعد اینا رو به هم وصل کنیم کانکتت میشه. الان کاملا فکر کنم براتون مشخص باشه، من الان هدفم اینه که بیام کانکتت بسازم. پس میام یه سری پارتیشن بندی کنم و پارتیشن هامو هر کدوم رو جهت دهی آنتن هاش رو جوری قرار میدم که پارتیشن هر پارتیشن هم کانکتد باشه و بتونه کل فضا رو بپوشونه، که فضاهای یعنی کل فضایی که توی اون محیط هست رو بپوشونه که بتونه بقیه آنتن ها رو هم پوشش بده و به اون وصل بشه. یعنی الان اینجا این اسلاید رو ببینید فکر کنم خیلی خوب اینو با هم دیگه دنبال بکنیم، مثلا فکر میکنم دیگه کافی باشه. ببینید من یه سری نقطه دارم، خب مثلا یه وی سفری میام یه دایره‌ای رو براش در نظر میگیرم با یه اسی، حالا با یه شعاع دو اسی که اینا رو حالا اثباتش تو مقاله هستش که چرا این هستش و اینا، میام این فضا رو در نظر میگیرم و بعد نگاه میکنم توی این فضا بعد از اینکه این یونیت این دیسک که من در نظر گرفته شد به ازای یه حلقه‌ای که اونجا وجود داره اگه نقطه دیگه‌ای باقی مونده بود اون رو حالا میذارم مرکز کارم و اینجوری میخوام فضا رو پارتیشن بکنم، هر کدوم از این پارتیشن هامو کانکتد بکنم، جهتش رو یه جور بکنم که کانکتد بشه، بعد به هم دیگه اینا رو وصل بکنم. خب حالا اینجوری پیش برید با من، یه جورایی مثل مثلا دی اف اس یا بی اف اس فرق نداره، هر مدلی که دلتون بخواد میتونید این وی آی ها رو انتخاب بکنید و در نهایت یه همچین گرافی اچی ساخته میشه که انگار مرکز این پارتیشن فضا ما دارم. این مثلا میتونه کلا یه الگوریتم خوب باشه براتون که بتونید فضا رو پارتیشن بکنید. و در نهایت میام جهت دهی ها رو اینا رو میذارم کورم، اینایی که حالا توی دو فاصله دو اس گرفته بودم، فاصله اس رو اینا رو میذارم کورهام و این کورها رو یه جور خیلی خوبی جهت دهی میکنم که خودشون کانکتد بشن و بتونن به بقیه هم بچسبن. این نقاطی هم که اینجا موندن میشن نقاط آزادم، چون اینا اونایی که کور هستن میتونن کل فضا رو بپوشونن، اینا هم بهشون وصل میشه و یک گراف کانکتدی به وجود میارم که حالا از دو تا ساختار استفاده میکنم، چون که این هر کدوم اینا کانکتدن و یه تطابق بینشون وجود داره که تعداد یارهاش بیشتر از کا هستش مسلما کانکتده، و اگر که یک گراف کانکتد داشته باشم و یه رأس وی با مثلا اون رأسهای آزادی که الان تو اسلاید قبل گفتم به هم وصل بشن با کاتا به این مؤلفه کانکتدمون وصل بشن، میتونه کل فضا رو کانکتد بکنه. و
حالا با یه جهت‌دهی خوبی که جهت‌دهی‌هام هم حالا O1 و O2 و O3 و O4 هستن که موازی یه سری خطوط هستن که من اینا رو توضیح ندادم، ولی میدونیم که این خطوط‌ها رو جوری به دست میاریم، اینجوری بگم بهتره. خطوط‌ها رو من چون میخوام اگه سوالی هست جواب بدم، من هم میخوام زودتر تمامش کنم. خطوط‌ها رو جوری به دست میاریم که حتما توی اینو مثلا فرض کنید اون بزرگه و دایره هست، حتما این خطوط ها رو یه جور خیلی خوبی به دست میاریم که اینجا دو کا نقطه وجود داشته باشه، اینجا هم دو کا نقطه، اینا همش براش لم هست که چرا اینجا دو کا نقطه وجود داره. این دو تا چیز رو ببینید، این دو تا عملا خطوط مماس رو من خودم پیداش کردم که دو تا کا نقطه اینور داشته باشم، دو تا کا نقطه اینور داشته باشم، و اینا رو یه جهت دهی خیلی خوبی میکنم با زاویه آلفا که کل فضا رو بپوشونن، خداشون هم به هم دیگه اینجوری وصل بشن. و نقاط دیگر رو هم مثلا این نقاطی که گفتم نقاط آزاد هستن رو نگاه میکنم کی داره اینو کاور میکنه، این رو به این وصل میکنم که این حتما به، یعنی به اون سمت اشارش میدم با زاویه آلفا که یه جورایی معکوس او آی ریفلکت تصویری از هر چیزی که روی این نقاط بکبون، حالا ما بهش میگیم اینایی که داخل اصلی ماجرا هستن رو بهش میگیم بکبون، میایم میگیم کدوم بکبونه که داره یه نقطه‌ای که مثلا این جاها هست رو میبینه. من تصویر همون زاویه‌ای که برای آنتن اون در نظر گرفتم رو در نظر میگیرم به عنوان آنتنی که اینجا هستش. و در نهایت علاوه بر اینکه کا کانکتیویتی رو اینجا ما با یه شعاعی به دست میاریم، شعاع آنتنامون باید خوب باشن که بتونن به هم دیگه وصل بشن دیگه، خب باید بیایم بگیم که اوی ان اسپنر هم، ببخشید، باید بگیم یه تی اسپنری هم هستن. اگر من فقط شعاع رو ثابت میشه حالا 4 دلتا به اضافه 13 بگیرم، این فقط کا کانکتیویتی رو شامل میشه که من الان براتون توضیح دادم چرا کا کانکتد میشه. ولی یه مشکلی وجود داره، این ممکنه اوی ان اسپنر بشه. منظورم از اوی ان اسپنر چیه؟ اینه که شما دو تا رأس هستن که قبلا تو یونیت دیسگراف مثل پی و کیو به هم وصل بودن، ولی الان اگه میخوام به هم وصلن باید یه مسیر اوی انتایی رو عبور بکنن تا به هم برسن، و این خب برای من خوب نیستش، و من برای این باید حتما شعاعم رو یه ذره بیشتر بکنم که اینایی هم که به هم نزدیکن به هم وصلن، مثلا این دو تا کور هم به هم دیگه نزدیک بشن که مشکل اسپنر بودنم هم حل بشه، پس باید شعاعم یه ذره زیاد بشه. و در نهایت میتونیم بگیم که 7 اسپنر هستن. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که میخوای از دو تا نقطه که توی دو تا مؤلفه کامپوننت، این کامپوننت های کانکتیویتی تون عبور بدید، حد اکثر 3 تا درون خودشونن هر کدومشون و یه دونم بینشون وجود داره. یه جورایی مثلا همون WSPD الان این فضا رو ببینید، این نماینده اون میشه دیگه، نماینده هایی که به هم دیگه وصل هستن، و برای همین باید 7 تا هاب در واقع عبور کنه تا به نقطه‌ای برسه که قبلاً ببین این پی و کیو، این نقطه مهمیه، این پی و کیو قبلاً توی یونیت دیسگراف به هم وصل بودن. من به جای این نقاط میخوام الان ببینم با چند تا یاله، با چند تا رأس میانی وقتی که آنتن هامو جهت دار کردم با زاویه آلفا که آلفا بین پی دوم و پی هستش میرسن به هم دیگه. خب خیلی آخرش خلاصه شد، ولی اگر که بخواید من مقاله هم هستش اگه خواستید توی خودتون بخونید، ولی اگه سوالی هم توی مقاله به وجود اومد و نتونستید حالا باهاش برخورد بکنید، حالا سوال براتون پیش اومد میتونید به من ایمیل بزنید بپرسید. میخوام الان یه خلاصه بگم از کل کار، این که ما الان کلا در مورد اسپنرها صحبت کردیم، 3 تا مسئله رو با هم دیگه بررسی کردیم، دیدیم که میتونیم مسائل رو با یه سری تریکای خیلی ساده حل بکنیم، ولی مسائل پیچیده‌تر از این هم وجود دارن. مثلا اسپنرهایی که نقاطش هی هست میشه، هی اضافه میشه، مثل داینامیک اسپنرها، کینتیک اسپنرها رو که گفتم انگار که مثلا یه حرکتی هم میکنن نقاطمون، یا اینکه موانع رو داشته باشیم. و یه مسئله که خیلی مهم هست واقعا روتینگ تو روی این اسپنرها خیلی بهش اجحاف شده، هنوز خیلی هاش رو نتونستن به دست بیارن روتینگ هایی که روی این اسپنرها هستن و کامپتیتیو باشن. من میتونم الان چند تا اوپن پرابلم رو براتون تعریف بکنم، اگه خواستید میتونیدشون کار بکنید، اگه خواستید میتونید با من در تماس باشید.
یه اوپن پرابلمی که وجود داره یه جورایی به دست آوردن استرس فاکتور برای بعضی از اسپنرها هستش که جیومتریک هستن، همون هندسی ها که اون اول گفتم، مثل تتاتا گراف ها یا یاو گراف ها، که اینا برای یه سری حالتاشون اصلا هنوز استرس فاکتوری به وجود نیومده، یعنی ثابت نشده که چه ضریب فاکتوری وجود داره، یا ممکن اسپنر باشن یا ممکن اسپنر هم نباشن. برای کانسترنت اسپنر که موانع وجود داره، روتینگ روش بعضی ها نیست، بعضی ها فقط برای حالت هایی هستش که دو تا نقطه بتونن همدیگر ببینن، دو تا نقطه که ویزیبل باشن میتونن روتینگ رو باشن رو دارن. ولی ما هدفمون اینه که به ازای تمام نقاط بتونیم روتینگ خوب داشته باشیم، نباید این شرط باشه که حتما همدیگر بتونن ببینن. برای آنتن های شبکه‌های آنتن های جهت دار که روتینگ خیلی خوبه اگر بشه کار بشه، ما خودمون فقط یه بودیشو تونستیم روتینگش رو بدیم، برای دو بودیشون که تو صفحه بود و الان مثلا فالت تولرنسش رو بررسی کرده بودیم، روتینگ رو هنوز نتونستیم ارائه بدیم. و اینکه اصلا آیا به دست آوردن مثلا ضریب شعاع بهینه و جهت دهی بهینه برای یه سری از این آنتن‌های جهت‌دار اصلا ممکنه امپی کامپلیت باشه. مثلا ثابت شده اگه آلفا کوچکتر از 60 درجه باشه اون امپی کامپلیته، برای بعضی بقیه‌شون هنوز ثابت نشده که آیا امپی کامپلیت هست یا نیست، یا ما همینجوری اثر ناچاری داریم براشون جواب‌های تقریبی با ضریب تقریب میدیم. یا اینکه مثلا بیاین آنتن‌های رو در نظر بگیرید که روی شبکه رو در نظر بگیرید که روی نوداتون بیش از یک آنتن قرار بگیره، این هم میتونه خیلی مسئله جالبی باشه. اون مسئله هم که اون ابتدای گفتم هترجنیوس گراف ها که گفتم خودم دارم روش کار میکنم، من حالا روی اپلیکیشن دیگه از هترجنیوس گراف ها دارم کار میکنم، ولی مثلا من اسپنر ساختن، اسپارس اسپنر ساختن رو اینا میتونه خیلی موضوع جدی باشه. و همینطور میتونیم مسئله مختلف دیگه رو تعریف بکنیم که مثلا شما توزیعتون، توزیع نقاط ورودیتون متفاوت باشه، توزیعتون یک دواخت نباشه یا توزیع‌های خاصی داشته باشه. در نهایت من حالا منابع رو اینجا قرار دادم، اون کتابی که عرض کردم خدمتتون، این کتاب سال 2007 هستش که همه بیسیک اسپنرها داخل این وجود داره، جیومتریک اسپنر نتورک، که حالا میتونید مقالاتی هم که به این سایت رفرنس دادن هم استفاده بکنید که بتونید کاری جدیدتر رو ببینید. خیلی ممنون از همگی از وقتی که گذاشتید. متشکرم از انجمن علمی دانشگاه امیرکبیر که من رو برای این ارائه